کتاب صوتی تسلی بخش های فلسفه نوشته آلن دوباتن و ترجمه عرفان ثابتی بخش چهارم تسلی بخشی در مواجهه با ناتوانی و نابستندگی پس از قرنها غفلت از حکمت یونان و روم باستان و گاهی خصومت با آن و پس از پاره کردن و سوزاندن کتاب‌های متعلق به این حکمت و باقی ماندن نسخه‌های ناقص آنها در سرداب‌ها و کتابخانه‌های صومعه‌ها سرانجام حکمت یونان و روم باستان در قرن 16 دوباره مورد توجه قرار گرفتند. نخبگان روشنفکر اروپا همگی به این نتیجه رسیدند که عالی‌ترین اندیشه‌ای که تا آن هنگام جهان به خود دیده بود، ثمره افکار معدودی از نوابغ دولت شهرهای یونان و شبه جزیره ایتالیا در فاصله ساختن پارتنون و غارت روم بود و اینکه برای افراد تحصیل کرده هیچ نیازی مهمتر از آشنایی با غنای این آثار نیست. چاپ‌های جدید مهمی از آثار افلاطون، لوکراتیوس، سنکا، ارسطو، کاتولوس، لونگینوس و کیکرو و گزیده‌هایی از آثار کلاسیک، کلمات قصار و امثال و حکم اراسموس، نصایح استوبیوس، الواح زرین آنتونیو دو گوارا و تربیت شرافتمندانه پتروس کرینیتوس آماده شد و در سراسر کتابخانه‌های اروپا پخش گردید. در جنوب غربی فرانسه در بالای تپه‌ای پردرخت واقع در 30 مایلی شرق بوردو کاخ زیبایی وجود داشت که از سنگ‌های زرد با سقف‌های قرمز تیره ساخته شده بود. اینجا خانه نجیب‌زاده‌ای میانسال، همسرش فرانسواز، دخترش لئونور، مستخدمین آنها و حیواناتشان مرغ‌ها، بزها، سگ‌ها و اسب‌ها بود. پدر بزرگ میشل دو مونتنی این ملک را از درآمد حاصل از تجارت خانوادگی ماهی نمکسود خریده بود. پدرش چند شاخبان افزوده و زمین زیر کشت را گسترش داده بود و خود مونتنی از 35 سالگی به این ملک رسیدگی می کرد. گرچه چندان علاقه‌ای به مدیریت امور خانوادگی نداشت و تقریباً هیچ چیزی راجع به کشاورزی نمی دانست و می گفت به سختی می توانم کلم را از کاهو تشخیص دهم. او ترجیح می داد وقتش را در کتابخانه دایره‌ای شکل در طبقه سوم برجی واقع در گوشه ای از کاخ بگذراند. او اکثر روزها و اکثر ساعات هر روز را در آنجا سپری می کرد. کتابخانه سپنجره با آنچه مونتنی چشم‌اندازهای عالی و بدون مزاحم می خواند، یک میز، یک صندلی و در حدود 1000 جلد کتاب در زمینه فلسفه، تاریخ، شعر و دین داشت که روی 5 ردیف قفسه به شکل نیم دایره‌ای مرتب شده بودند. اینجا بود که مونتنی خطابه شجاعانه سقراط، یعنی حکیم ترین مردی که تاکنون وجود داشته، خطاب به هیئت منصفه عجول آتن را به زبان لاتین در چاپ لاتین آثار افلاطون ترجمه مارسیلیو فیچینو مطالعه کرد. اینجا بود که او دیدگاه اپیکور درباره خوشبختی را در زندگی نامه فلاسفه یونان دیوگنس لایرتیوس و در ستایش طبیعت لوکراتیوس چاپ دنیس لامبن در 1563 مطالعه کرد و اینجا بود که او بارها و بارها آثار سنکا را در مجموعه جدیدی از آثارش که در 1557 در بال چاپ شده بود خواند. او از کودکی مطالعه آثار کلاسیک را شروع کرده بود. لاتین را به عنوان زبان اول آموخته بود. در 7 یا 8 سالگی مسخ‌های اووید را خوانده بود. قبل از 16 سالگی مجموعی از آثار ویرژیل را خریده بود و به خوبی با انئید و نیز ترانس، پلاتوس و تفاسیر سزار آشنا بود. دلبستگی او به کتاب چنان زیاد بود که پس از 13 سال کار به عنوان مشاور در پارلمان بوردو با این فکر بازنشسته شد که خودش را کاملا وقف کتاب کند. مطالعه مایه تسلی خاطر زندگی او بود. او می گفت مطالعه مرا در خلوت خود تسلی می بخشد. مرا از سنگینی بتالت اندوه بار آزاد می کند و در هر زمانی می تواند مرا از مصاحبتهای کسالت بار خلاص کند. هر زمان که درد خیلی کشنده و شدید نباشد، مطالعه چاقوی درد را کند می کند. برای منحرف کردن ذهنم از افکار مایوس کننده،
صرفاً نیاز دارم به کتاب‌ها پناه ببرم. ولی قفسه‌های کتابخانه هرچند به طور ضمنی به ستایش بیکرانی از زندگی فکری و عقلانی دلالت دارند. کل داستان را تعریف نمی‌کنند. باید دقیق‌تر به اطراف کتابخانه نگاه کرد. در وسط اتاق ایستاد و سر را به طرف سقف خم کرد. در میانه دهه 1570 مونتنی مجموعه‌ای از 57 نوشته کوچک داشت که آنها را از کتاب مقدس و آثار کلاسیک انتخاب کرده و روی تیرهای چوبی نوشته بود. این نوشته ها حاکی از تردیدهای عمیقی درباره مزایای تفکر بود. خوشبخت‌ترین زندگی، زندگی بدون فکر است، از سوفوکل. آیا مردی را دیده ای که فکر می کند حکیم است؟ از مجنونان باید بیش از او انتظار داشته باشی. ضرب المثل. هیچ چیزی قطعی نیست مگر عدم قطعیت. هیچ موجودی سیاه روزتر و مغرورتر از انسان نیست. پلینی. همه چیز بسیار پیچیده تر از آن است که انسانها قادر به درک آن باشند. کتاب جامعه. به عقیده فیلسوفان دوران باستان، قوای عقلانی ما می تواند خوشبختی و جلالی برای ما فراهم کند که دیگر موجودات فاقد آن هستند. عقل به ما اجازه می دهد که شهوات خود را کنترل و مفاهیم نادرست حاصل از غرایز خود را تصحیح کنیم. عقل نیازهای وحشی و سرکش جسم ما را تعدیل می کند و ما را به رابطه ای متوازن با میل به غذا و جنسیت رهنمون می شود. عقل ابزاری پیچیده و تقریباً الهی است که ما را سرور جهان می کند. کیکرو در مجادلات توسکولومی که نسخه ای از آن در کتابخانه دایره‌ای موجود بود، به شدت از مزایای فعالیت فکری و عقلانی ستایش کرده بود. هیچ حرفه‌ای به شیرینی دانش‌پژوهی نیست. دانش‌پژوهی ابزاری است که به ما اجازه می دهد در حالی که هنوز در این جهان هستیم، لایتناهی بودن ماده، جلال بیکران طبیعت، آسمان‌ها، خشکی‌ها و دریاها را بشناسیم. دانش‌پژوهی به ما پارسایی، اعتدال و سعه صدر آموخته. دانش‌پژوهی ارواح ما را از ظلمت می‌رهاند و همه چیز، بالا و پایین، آغاز و انجام و تمام چیزهای در این میان را با آنها می‌نمایاند. دانش‌پژوهی ما را به ابزار خوب و شادمان زیستن مجهز می‌سازد. دانش‌پژوهی به ما می آموزد چگونه زندگی خود را بدون نارضایتی و آزردگی سپری کنیم. گرچه مونتنی هزار کتاب داشت و از تعلیم و تربیت کلاسیک خوبی سود برده بود، این ستایش چنان او را برآشفت و چنان مخالف روح نوشته های موجود بر روی تیرهای چوبی کتابخانه بود که انزجار خود را با بیرحمی نامتعارفی نشان داد. او گفت انسان موجودی مفلوک است. فقط به صدای لافزنی کیکرو گوش بسپار. آیا این آدم لافزن صفات خدای قدیر و قدیم را توصیف می کند؟ در عمل هزاران زن کوچک روستایی باوقارتر، ملایمتر و استوارتر از کیکرو زیستند. فیلسوف رومی از این امر غفلت کرده بود که اکثر دانش‌پژوهان به شدت ناخشنودند. او متکبرانه مشکلات هراسناکی را نادیده گرفته بود که فقط خاص انسان هاست، مشکلاتی که در لحظات تاریک و اندوهناک سبب می شود حسرت و افسوس بخوریم که چرا مورچه و یا لاک پشت نیستیم. یا بز. من بزی را در مزرعه‌ای چند کیلومتر دورتر از کاخ مونتنی در روستای کوچک لگوشه پیدا کردم. این بز هرگز نه مجادلات توسکولومی کیکرو را خوانده بود و نه در باب قوانین او را. با این وجود راضی به نظر می رسید، در حالی که به برگ‌های بی‌صاحب کاهونک می زد، گاه و بیگاه سرش را مثل پیرزنی که مخالفت بی سر و صدایی را ابراز می کند، تکان می داد. این زندگی ناخوشایند نبود. مونتنی خودش به مزایای زندگی به صورت حیوان و نه انسان عاقل دارای کتابخانه بزرگ پی برد و به تفصیل به این مسئله پرداخت. حیوانات به طور غریزی می دانند چگونه در هنگام بیماری به خود کمک کنند. بزها در هنگام زخمی شدن می توانند پونه کوهی را از بین هزار گیاه دیگر تشخیص دهند. لاک پشت ها پس از افعی گزیدگی به طور خودکار دنبال مرزنجوش می گردند و لک لک ها می توانند خود را با آب نمک تنقیه کنند.
برعکس انسان ها مجبورند به پزشکان گمراه گران قیمت تکیه کنند. انبان علم پزشکی پر از نسخه های بیهوده است. ادرار مارمولک، فضله های فیل، جگر موش کور، خونی که از زیر بال راست کبوتری سفید گرفته شده و فضله ساییده شده موش برای درمان دل پیچه. حیوانات ایده های پیچیده را بدون اینکه از دوره های طولانی مطالعه رنج ببرند به طور غریزی می فهمند. ماهی های اقیانوس متخصصان خودجوش طالع بینی هستند. به قول مونتنی، هر کجا انقلاب زمستانی آنها را غافلگیر کند، تا اعتدال بهاری بعدی همانجا باقی می مانند. آنها حساب و هندسه را هم می فهمند، زیرا همراه یکدیگر در گروه هایی به شکل مکعبی کامل شنا می کنند. اگر یک ردیف از آنها را بشمرید، می توانید کل دسته را بشمرید، زیرا همان عدد در مورد ارتفاع، طول و عرض آنها صادق است. سگ‌ها درکی ذاتی از منطق دیالکتیکی دارند. مونتنی از سگی صحبت می‌کند که در جستجوی صاحبش با یک سراهی در جاده روبرو شد. ابتدا به راه اول، بعد به دومی نگاه کرد و پس از اینکه به این نتیجه رسید که صاحبش راه سوم را انتخاب کرده، به سوی او دوید. این دیالکتیک ناب بود. سگ از غذایای شرطی متصل و منفصل استفاده کرد و به نحوی اجزا را مشخص کرد. آیا اهمیتی دارد که تمام اینها را از خودش یاد گرفته باشد یا از کتاب دیالکتیک گیورگیوس ترابازانی؟ حیوانات اغلب در عشق هم ماهرتر از انسان هستند. مونتنی با رشک و حسد داستان فیلی را تعریف می کند که در اسکندریه عاشق زنی گلفروش شده بود. وقتی زن گلفروش او را به بازار می برد، فیل با چنان مهارتی او را با خرطوم چروکیدهش نوازش می کرد که هیچ انسانی قادر به آن نبود. معمولی ترین حیوان مزرعه می تواند بدون هیچ تلاشی از وارستگی فلسفی خردمند ترین حکیمان دوران باستان پیشی گیرد. فیلسوف یونانی پرهون یک بار در کشتی با طوفان سهمگینی روبرو شد. همه مسافران هراسان شدند زیرا می ترسیدند که امواج خشمگین کشتی شکننده آنها را در هم بشکند. ولی یک مسافر متانت خود را از دست نداد و آرام در گوشه ای نشست، در حالی که سیمایی آرام داشت. او یک خوک بود. آیا جرأت می کنیم نتیجه بگیریم که موهبت عقل که این همه آن را می ستاییم و بر اساس آن خود را ارباب خدای کل آفرینش می دانیم برای عذاب ما در ما به ودیع نهاده شده است؟ دانش به چه دردی می خورد اگر به خاطر آن آرامش و متانتی را از دست دهیم که در فقدان دانش از آن بهره‌مند می بودیم و اگر حال و روز ما را از خوک پرهون بدتر سازد. مونتنی شک داشت که ذهن چیزی به ما داده باشد که مستوجب سپاسگزاری باشد. به ما بی‌ثباتی، دودلی، شک، درد، خرافه، نگرانی درباره آینده حتی پس از مرگ، غرور، حرص، حسادت، رشک، آشفتگی، بلاهت، امیال رام نشدنی، جنگ، دروغ، بیوفایی، غیبت و فضولی داده است. ما به عقل آشفته میان حال و قابلیت خود برای قضاوت و شناخت فخر می فروشیم. ولی آنها را به قیمتی خریده ایم که در کمال شگفتی بیش از حد گران است. اگر مونتنی حق انتخاب داشت، شاید سرانجام زندگی به صورت بز را انتخاب نمی کرد. فقط شاید. کیکرو تصویر خیراندیشانه ای از عقل ارائه کرده بود. 16 قرن بعد نوبت مونتنی بود که عکس این تصویر را ارائه کند. مونتنی می گفت این که بفهمیم حرف احمقانه ای زده ایم یا کار احمقانه ای کرده ایم چیزی نیست. ما باید درس بسنده تر و مهمتری را بیاموزیم. این که ابلهی بیش نیستیم. بزرگترین ابلهان فیلسوفانی مانند کیکرو بودند که هرگز گمان نمی کردند ابله باشند. اعتماد بیجا به عقل سرمنشأ بلاهت و به طور غیر مستقیم ناتوانی و نابسندگی بود. زیر نوشته های مکتوب بر تیرهای سقف مونتنی خطوط کلی نوع جدیدی از فلسفه را ترسیم کرده بود. فلسفه‌ای که تصدیق می کرد ما با موجودات آرام عقلانی بسیار فاصله داریم. همان موجوداتی که بیشتر متفکران دوران باستان می پنداشتند. ما بیش از هر چیز نفوسی عصبی و مجنون
نتراشیده و آشفته ایم که در مقایسه با ما حیوانات از بسیاری جنبه ها مظهر تندرستی و فضیلت هستند. واقعیت ناگواری که فلسفه مجبور به انعکاس آن بود ولی به ندرت چنین کرده بود. پاره ای از زندگی ما مبتنی بر جنون و پاره ای مبتنی بر حکمت است. هر که آن را صرفاً محترمانه و منضبط بداند بیش از نیمی از آن را نادیده گرفته است. و با وجود این اگر نقایص خود را می پذیرفتیم و از ادعای نادرست سروری دست بر می داشتیم، آنگاه در فلسفه رستگاری بخش و پرمایه منتنی در می یافتیم که در نهایت هنوز هم این حالت نیمه عاقلانه نیمه ابلهانه خاص ما رضایت بخش است. 2. در باب ناتوانی جنسی چقدر مشکل آفرین است که هم بدن داریم و هم ذهن. زیرا اولی تضاد تقریبا هولناکی با متانت و هوشمندی دومی دارد. بدن ما بو می دهد، درد می کند، خسته می شود، ضربان و نوسان دارد و پیر می شود. بدن ما مجبورمان می کند نفخ کنیم و آروغ بزنیم و برنامه های معقول خود را به خاطر رابطه جنسی با دیگران رها کنیم. یعنی برای کاری پر از عرق و سر و صدا که یادآور کفتارهایی است که در بیابانهای بیاب و علف صحراهای آمریکا هیاهو می‌کنند. بدن ما ذهن ما را اسیر هوس‌ها و نوسانات خود می‌کند. هضم نهاری سنگین می‌تواند کل دیدگاه ما درباره زندگی را تغییر دهد. به عقیده منتنی احساس می‌کنم قبل و بعد از صرف یک بعد غذا آدم کاملاً متفاوتی هستم. وقتی تندرستی و روز خوب آفتابی به من لبخند میزند کاملا سرخوشم. به محض اینکه ناخن پایم در گوشت فرو برود زود رنج، بد اخلاق و عبوس میشوم. حتی بزرگترین فلاسفه هم گرفتار خفت جسمانی بودند. مونتنی میگفت تصور کنید افلاطون مبتلا به سر یا سکته مغزی شود. بعد از او بخواهید از تمام آن قوای شریف و عالی روحش کمک بگیرد. یا تصور کنید که در وسط یک مهمانی افلاطون مجبور شود آرق بزند. آن اسفنکتری که مسئول تخلیه شکم ماست، انبساط و انقباض‌های مناسب خود را دارد، فارغ از خواسته‌های ما و حتی مخالف آنها. مونتنی شنید که مردی می‌داند چگونه به میل خود آرق بزند و یک بار به شکل قطعی موسیقایی آرق زده بود. ولی چون این مهارتی نافی عقیده کلی مونتنی نبود که بدن ما بر ذهن ما غلبه دارد و اینکه آن اسفنکتر نسنجیده ترین و نامنظم ترین است. مونتنی حتی داستان اندوهناک مردی را شنید که چنان اسفنکتر پرتب و تاب و بدخلقی داشت که صاحبش را مجبور کرد به طور مداوم و بیوقفه به مدت 40 سال آرق بزند و به این ترتیب موجب مرگش شد. تعجبی ندارد که وسوسه شویم همزیستی توهین آمیز ناراحت کننده خود با این رگ‌ها را انکار کنیم. مونتنی با زنی ملاقات کرد که هرچند به خوبی می دانست اندامهای هاضمه اش چقدر نفرت انگیزند، سعی می کرد طوری زندگی کند که انگار فاقد آنهاست. این خانم که یکی از بهترین نمونه هاست در این عقیده شریک است که جویدن صورت را بدریخت می کند و به شدت از ملاحت و زیبایی زنان می کاهد. بنابراین وقتی گرسنه نمی شود از حضور در ملأ عام خودداری می کند و من مردی را می شناسم که نمی تواند غذا خوردن دیگران و غذا خوردن در حضور دیگران را تحمل کند. هنگامی که شکمش را پر می کند حتی بیشتر از هنگام خالی کردن آن از دیگران فاصله می گیرد. مونتنی مردانی را می شناخت که چنان اسیر تمایلات جنسی خود بودند که با عقیم کردن خود به آن وضع خاتمه دادند. برخی دیگر می کوشیدند با قرار دادن کمپرس های برف و سرکه بر روی بیزه های بیش از حد فعال شهوت خود را مهار کنند. ماکسیمیلیان امپراتور که از تضاد میان پادشاه بودن و جسم داشتن آگاه بود، دستور داد که هیچ کس حق ندارد او را برهنه به ویژه از کمر به پایین ببیند و صریحاً در وصیت نامش نوشت که او را در حالی به خاک بسپارند که شورت کتانی برپا داشته باشد. مونتنی متذکر شد او باید متممی اضافه می کرد مبنی بر این که کسی که شورت را بر تن او می کند باید هر دو چشم خود را با چشم بند بسته باشد.
هر قدر هم مایل به چنین اقدامات شدیدی باشیم، فلسفه مونتنی فلسفه سازش است. بدترین مصیبت ما خار شمردن وجودمان است. به جای اینکه بکوشیم خود را دو نیم کنیم، باید از مبارزه درونی با پوشش‌های سردرگمی آور جسمانی خود دست برداریم و یاد بگیریم که آنها را به عنوان واقعیت‌های تغییر ناپذیر وضعیت خود بپذیریم. واقعیت‌هایی نه خیلی تحقیرآمیز و نه خیلی نفرت انگیز. در تابستان 1993، ال و من برای گذراندن تعطیلات به شمال پرتغال رفتیم. از روستاهای مینیو گذشتیم و سپس چند روزی را در جنوب ویانا دو کاستلو سپری کردیم. اینجا بود که در آخرین شب مسافرت در هتل کوچکی مشرف به دریا بدون هیچ گونه هشدار قبلی فهمیدم که دیگر نمیتوانم رابطه جنسی برقرار کنم. اگر چند ماه قبل از مسافرت به پرتغال فصل 21 جلد اول مقالات مونتنی را نخوانده بودم، غلبه بر آن حالت تقریبا غیر ممکن بود. در این فصل مونتنی تعریف می کند که یکی از دوستانش از مردی شنید که چگونه درست وقتی که خود را برای آمیزش با زنی آماده می کرد انین شده است. ترس از این حالت با چنان شدتی به فکر دوست مونتنی هجوم برد که نتوانست آن را از سرش بیرون کند و ترس از وقوع فاجعه‌ای مشابه برای او چنان شدت گرفت که خودش نیز با آن حالت دچار می شد. از آن پس دوست مونتنی هر قدر هم به زنی علاقه داشت نمی توانست با او رابطه برقرار کند و خاطره عذاب‌آور این مصیبت او را با شدتی روزافزون خشمگین و ناراحت می کرد. دوست مونتنی پس از اینکه نتوانست بر آلت خود تسلط عقلانی تزلزل ناپذیری پیدا کند انین شد. آلتی که به گمان او ویژگی اجتناب ناپذیر رجولیت به هنجار بود. مونتنی آلت را مقصر نمی دانست. او می گفت جز در مورد انین بودن مادرزادی، اگر یک بار قادر به انجام دادن این کار بوده ای، دیگر هرگز در آن ناتوان نیستی. علت ناتوانی آن مرد این اندیشه تحمل ناپذیر بود که ذهنش به طور کامل بر بدنش تسلط دارد و می ترسید که این تصویر از بهنجار بودن را رها کند. راه حل ترسیم مجدد این تصویر بود. با پذیرش از دست دادن کنترل آلت به عنوان احتمالی بی‌ضرر در رابطه جنسی بود که می توانست از آن ناتوانی جلوگیری کند و سرانجام آن مرد مصیبت دیده به این امر پی برد. او یاد گرفت هنگامی که با زنی است از قبل اقرار کند که دست خوش این ناتوانی بوده و آزادانه در این باره سخن بگوید و به این ترتیب از تنش‌های روحی خلاص شود. با قبول بیماری به عنوان امری مورد انتظار، حس محدودیت او کمتر شد و بسیار کمتر به او فشار آورد. صراحت مونتنی اجازه می‌داد تا تنش‌های روحی خواننده از میان برود. حالت‌های ناگهانی آلت از تاخچه تاریک شرمساری ناگفته برداشته شد و با چشم دنیا دیده فیلسوفی مورد تجدید نظر قرار گرفت که هیچ چیز جسمانی نمی‌توانست او را پس بزند. احساس قصور شخصی به کمک پذیرش مطلب زیر کاهش می‌یافت. نافرمانی جهان شمول این عضو که وقتی به آن میلی نداریم خود را چنان نابهنگام تحمیل می‌کند و وقتی به آن به حد اعلا نیاز داریم ما را چنان نابهنگام مایوس می‌کند. مردی که در رابطه با معشوقش ناتوان بود و نمی‌توانست کاری غیر از عذرخواهی زیر لبی انجام دهد، توانست قوای خود را باز یابد و نگرانی های معشوقش را کاهش دهد. زیرا پذیرفت که ناتوانی او متعلق به قلمرو پهناور بدبیاری های جنسی است. بدبیاری هایی نه خیلی نادر و نه خیلی منحصر به فرد. مونتنی نجیب زاده گاسکونی را می شناخت که پس از ناتوانی در برقراری رابطه با زنی از خانه گریخت. آلت خود را برید و به عنوان تاوان بی حرمتی خود نزد آن زن فرستاد. مونتنی به جای این کار پیشنهاد کرد که اگر زوجها آماده نیستند نباید عجله کنند. به جای اینکه با اولین وازنش مایوس و اسیر اندوه بی پایان شوند، بهتر است منتظر لحظه مناسب بمانند. مردی که از وازنش رنج می برد باید عیار سنجی ها و مقدم چینی های ظریفی انجام دهد. او نباید سرسختانه بخواهد ثابت کند که برای همیشه ناتوان است.
این زبان تازه‌ای بود، صمیمی ولی غیر مهیج، که غم‌انگیزترین لحظات جنسی ما را به دقت بیان می‌کرد. منتنی با نقد زدن به اندوه‌های خصوصی اتاق خواب، رسوایی و ننگ را از آنها زدود و همواره سعی کرد ما را با بدن‌های خود آشتی دهد. شجاعت او در بیان آنچه در خفا وجود دارد ولی به ندرت از آن صحبت می‌شود، به انسان‌ها جرأت داد تا درباره چیزهای بیشتری با خود و معشوقشان سخن بگویند. شجاعتی مبنی بر این اعتقاد منتنی که هیچ چیزی که ممکن باشد برای انسان اتفاق بیفتد غیر انسانی نیست و هر انسانی صورت کامل شرایط انسانی را در خود دارد. شرایطی که از جمله شامل خطر سستی یاقی معابانه گاه و بیگاه آلت است و لازم نیست به خاطر آن خجالت بکشیم یا از خود متنفر باشیم. منتنی مشکلات جسمی ما را تا حدی به عدم گفتگوی صادقانه درباره آنها در مجامع فرهیختگان نسبت می‌داد. بعقیده او داستان‌ها و تصاویر نمونه‌ای تمایل ندارند ملاحت زنانه را با علاقه شدید به رابطه جنسی و اقتدار را با داشتن اسفنکتر یا آلت یکی بدانند. تصاویر پادشاهان و بانوان متشخص ما را به این فکر نمی اندازد که این نقوش برجسته نفخ می کنند یا رابطه جنسی دارند. منتنی این خلأ را با زبان فرانسه زیبا و صریحی پر کرد. بر بلندترین تخت جهان هنوز هم بر ما تحت خود نشسته ایم. پادشاهان و فلاسفه و نیز بانوان متشخص شکم خود را خالی می کنند. او می توانست این جملات را به شیوه دیگری بیان کند. می توانست به جای ما تحت پشت یا لمبر و به جای خالی کردن شکم به دست شویی رفتن را به کار ببرد. لغتنامه زبانهای فرانسه و انگلیسی اثر رندال کاتگریو برای ارتقای سطح یادگیری فراگیران جوان و مفید برای تمام کسانی که می‌خواهند به دقیق‌ترین شناخت از زبان فرانسه دست پیدا کنند، چاپ 1611 در لندن توضیح می‌دهد که خالی کردن شکم به طور خاص به معنای دفع انگل‌ها و رودک هاست. اگر منتنی احساس می‌کرد باید چنان لحن شدیدی به کار برد، به این دلیل بود که می‌خواست انکار به همان میزان شدید بدن در آثار فلسفی و آتلیه‌ها را تصحیح کند. این دیدگاه که بانوان متشخص هرگز نیازی به شستن دست‌های خود ندارند و پادشاهان لمبری ندارند، یادآوری این امر را ضروری کرده بود که آنها شکم خود را خالی می‌کنند و ما تحت دارند. اگر اعمال تناسلی بشر طبیعی، ضروری و درست است، پس چرا ما جرأت نمی کنیم که از آنها بدون شرمندگی سخن بگوییم و آنها را در گفتگوی جدی خود راه نمی دهیم؟ ما آنقدر گستاخیم که کلماتی مانند کشتن و دزدیدن و خیانت را بر زبان می آوریم، ولی آن کلمات دیگر را فقط زیر لب ادا می کنیم. در مجاورت کاخ منتنی چند جنگل درختان راش وجود داشت، یکی در شمال نزدیک روستای کاستیون لاپاتای و دیگری در شرق نزدیک سن ویوین. دختر منتنی لئونور حتماً با سکوت و عظمت آنها آشنا بوده است، ولی او را به دانستن نام آنها تشویق نمی کردند. معادل فرانسوی درخت راش فوتو است و معادل فرانسوی برقراری رابطه جنسی فوتر. منتنی درباره لئونور گفت: دخترم که من هیچ فرزند دیگری غیر از او ندارم، در سن و سالی است که به دختران پرشورتر اجازه ازدواج قانونی می دهند. در آن هنگام لئونور 14 سال داشت. او لاغر و آرام است. چهرهش جوانتر از سنش است. مادرش او را با ملاتفت بار آورده. تازه دارد یاد می گیرد که معصومیت کودکانش را کنار بگذارد. او در حضور من سرگرم خواندن کتابی به زبان فرانسه بود که با کلمه فوتو، اسم آن درخت مشهور، روبرو شد. خانم معلم سرخانه ناگهان حرفش را قطع کرد و او را مجبور کرد از روی آن گودال خطرناک بپرد. منتنی با طعنه گفت که حتی 20 نوکر بی ادب هم نمی توانستند درباره معانی نهفته در پس فوتو به لئونور چیزی بیشتر از این دستور قاطع به پرش از روی این کلمه یاد بدهند. ولی به نظر معلم سرخانه یا به بیان صریح منتنی، آن عجوزه پیر این جهش لازم بود.
زیرا زن جوان نمیتواند به راحتی شرافت را با شناخت آنچه چند سال بعد در شب ازدواج رخ میدهد تلفیق کند. مونتنی از پورتراهای رایج ما به علت نادیده گرفتن بخش عمده ای از وجودمان ایراد میگرفت. بخشی از علت نگارش کتابش تصحیح همین امر بود. وقتی در 38 سالگی کنج عزلت گزید، دلش میخواست کتابی بنویسد، ولی درباره مضمون آن مطمئن نبود. فقط به تدریج بود که در فکرش ایده‌ای برای نگارش کتابی شکل گرفت. کتابی آنقدر غیر عادی که به هیچ یک از هزار جلد کتاب روی قفسه‌های نیم دایره‌ای شباهت نداشت. مونتنی کمرویی هزاران ساله نویسندگان را رها کرد تا درباره خودش بنویسد. او سعی کرد با حد اکثر صراحت ممکن فعالیت‌های ذهن و بدنش را توصیف کند. در مقدمه مقالات که دو جلد آن در 1580 در بردو و جلد سومش 8 سال بعد در پاریس چاپ شد، درباره نیت خود از نگارش این کتاب چنین گفت: اگر در میان کسانی زندگی می کردم که گفته می شود هنوز از آزادی شیرین قوانین بدوی طبیعت برخوردارند، می توانم به شما اطمینان دهم که با کمال میل خود را به طور کامل و کاملا عریان ترسیم می کردم. پیش از آن هیچ نویسنده‌ای سودای این امر را در سر نداشت که خود را بدون هیچ گونه پوششی به خوانندگانش معرفی کند. در زمینه پورتراهای کاملا پوشیده رسمی، روایت‌های مربوط به زندگی قدیسان و پاپ‌ها، امپراتوران روم و دولت مردان یونانی هیچ کمبودی وجود نداشت. حتی پورتری رسمی از مونتنی اثر تامس دولو 1562 تا 1620 وجود داشت که او را ملبس به ردای شهرداری شهر با زنجیر فرقه سن میشل که شارل نهم در 1571 به او داده بود و چهره‌ای تا حدی خشن و مرموز نشان می‌داد. ولی این شخص کیکرویی ملبس آن چیزی نبود که مونتنی می‌خواست مقالات او نشان دهد. مونتنی دل مشغول کل انسان بود و می‌خواست برای تصاویری که اکثر جنبه‌های بشر را نادیده گرفته بودند بدیلی بیافریند. به همین علت است که این کتاب درباره غذاها، آلت تناسلی مردان، مدفوعها، فتوحات جنسی و آروغهای او سخن می گوید. جزئیاتی که پیش از آن به ندرت در کتابی جدی مطرح شده بود و تصویر انسان از خودش به عنوان موجودی عقلانی را به شدت ریش خند می کرد. مونتنی خوانندگانش را آگاه کرد که رفتار آلت تناسلیش بخش مهمی از هویت او را تشکیل می دهد. او گفت: تک تک اعضای بدنم هر یک به اندازه دیگری مرا همانی می کند که هستم و هیچ یک بیش از دیگری در انسانیت من نقش ندارد. من باید تصویر کاملی از خودم به همگان ارائه کنم. که به نظر او رابطه جنسی پر سر و صدا و کثیف است. هر جای دیگری می توانید تا حدی متانت خود را حفظ کنید. همه فعالیت‌های دیگر قواعد ادب و نزاکت را می‌پذیرند. این یکی را فقط می‌توان معیوب یا مضحک دانست. اگر قبول ندارید، سعی کنید راه حکیمانه و عاقلانه‌ای برای انجام دادنش بیابید. که دوست دارد هنگام نشستن در توالت آرامش حکم فرما باشد. در بین تمام کارکردهای طبیعی، این فعالیتی است که کمتر از بقیه می‌توانم برهم خوردنش را تحمل کنم. که بسیار منظم توالت می رود. پس از بیداری صبحگاهی من و شکمم هرگز دیر سر قرار حاضر نمی شویم مگر اینکه کاری ضروری یا بیماری ما را ناراحت کند. اگر به تصاویر اطراف خود اهمیت می دهیم، به این علت است که زندگی خود را مطابق الگوی آنها شکل می دهیم و فقط جنبه هایی از خودمان را قبول می کنیم که با آنچه دیگران درباره خود می گویند مطابقت دارد. آنچه در دیگران می‌بینیم در خودمان هم مورد توجه قرار می‌دهیم و نسبت به آنچه دیگران درباره‌اش سکوت می‌کنند کور می‌مانیم یا فقط با شرمساری آن را تجربه می‌کنیم. وقتی در ذهنم متفکرترین و حکیمترین انسان‌ها را در حالات جنسی تجسم می‌کنم، ادعای آنها به متفکر و حکیم بودن را وقاحت می‌پندارم.
این امر بدان معنی نیست که حکمت ناممکن است. برعکس، مونتنی به دنبال تغییر تعریف حکمت بود. حکمت حقیقی باید شامل سازگاری با جنبه‌های پست‌تر ما باشد. تعریف حکمت باید دیدگاهی معتدل درباره نقش هوش و فرهنگ والا در زندگی داشته باشد و نیازهای ضروری و در بسیاری اوقات بسیار زننده کالبد فانی ما را بپذیرد. فیلسوفان اپیکوری و رواقی عقیده داشتند که ما می توانیم بر بدن خود تسلط داشته باشیم و هرگز مجذوب خیشتن جسمانی و هیجانی خود نشویم. همین نظر شکوهمند است که به والاترین آمال ما تلنگر می زند. این نظر ناممکن و بنابراین زیان‌آور نیز هست. آن قله‌های فلسفی رفیعی که هیچ انسانی نمی تواند در آنها مأوا گزیند و آن قواعدی که از عادات و توان ما خارج است چه فایده ای دارد؟ چندان هوشمندانه نیست که انسان وظایفش را مطابق موازین موجوداتی متفاوت تعیین کند. نمی توانیم بدن را انکار یا بر آن غلبه کنیم، ولی همانطور که مونتنی می خواست به عجوزه پیر یادآوری کند، حداقل لزومی ندارد که میان متانت خود و علاقه به فوتو دست به انتخاب بزنیم. آیا نمی توان گفت در این زندان زمینی هیچ چیزی در ما جسمانی محض یا روحانی محض نیست و دوپاره کردن انسانی زنده کاری زیان آور است؟ 3. در باب ناتوانی فرهنگی، یک علت دیگر احساس ناتوانی این است که مردم بی‌پروا و مغرور جهان را به دو اردوگاه تقسیم می کنند. اردوگاه امور بهنجار و اردوگاه امور نابهنجار. واقعاً؟ چقدر عجیب. این جمله که با حالتی ناباورانه و نسبتاً وحشت زده همراه با بالا انداختن ابرو بیان می شود، غالباً تجربیات و عقاید ما را رد می کند و در کل به انکار حقانیت و انسانیت ما می انجامد. در تابستان 1580 مونتنی به آرزوی دیرینش جامعه عمل پوشاند و برای اولین بار به خارج از فرانسه سفر کرد و سوار بر اسب از طریق آلمان، اتریش و سوئیس به روم رفت. 4 نجیب زاده جوان از جمله برادرش برتراند و ماتکولون و حدود 10 خدمتکار همراه او بودند. مقدر بود که آنها 17 ماه از خانه دور بمانند و 3000 مایل سفر کنند. آنها از شهرهایی مانند بال، بادن، شافهوزن، آکسبورگ، اینسبروک، ورونا، ونیز، پادوا، بولونیا، فلورانس و سینا گذشتند و سرانجام حوالی شب آخرین روز نوامبر 1580 به روم رسیدند. با شروع مسافرت گروه، مونتنی دریافت که عقاید مردم درباره امر بهنجار به سرعت از ایالتی به ایالت دیگر تغییر می کند. در مهمانخانه های ایالت های سوئیس تصور می کردند بالاتر بودن تخت خواب ها از کف زمین امری بهنجار است و بنابراین برای رسیدن به تخت خواب باید از پله ها بالا می رفتند. آنها تصور می کردند باید پرده های زیبایی اطراف مسافران وجود داشته باشد و هر یک از مسافران باید اتاقی جداگانه داشته باشند. چند مایل دورتر در آلمان تصور می کردند روی زمین بودن تخت خواب ها امری بهنجار است و هیچ پرده ای نباید در اطراف مسافران باشد و هر 4 نفر مسافر باید در یک اتاق بخوابند. مهمان خانداران آلمانی لحاف پر و مهمان خانداران فرانسوی ملافه می دادند. در شهر بال مردم آب را با شراب خود مخلوط نمی کردند و 6 یا 7 وعده شام می خوردند و در بادن روزهای 4 شنبه فقط ماهی می‌خوردند. کوچکترین دهکده سوئیس حداقل به دست 2 پلیس محافظت می‌شد. آلمانی‌ها هر 15 دقیقه یک بار و در برخی شهرها هر دقیقه ناقوس‌های خود را به صدا در می‌آوردند. در لینداف سوپ به و قبل از آن گوشت می‌دادند و نان را با رازیانه می‌پختند. مسافران فرانسوی از این تفاوت‌ها ناراحت بودند. در هتل‌ها از بوفه‌هایی که غذاهای عجیب داشتند دوری می‌کردند و غذاهای بهنجاری را سفارش می‌دادند که در وطن خود با آنها آشنا بودند. آنها سعی می‌کردند با کسی که مرتکب این اشتباه شده بود که به زبان آنها حرف نزده بود صحبت نکنند و
با احتیاط به نان رازیانه نک می زدند. مونتنی از پشت میزش با آنها نگاه می کرد و می گفت بیرون از دهکده هایشان احساس می کنند مانند ماهی بیرون از آب هستند. هر جا می روند به راه و رسم خود می چسبند و راه و رسم بیگانه را طرد می کنند. اگر با هموطنی روبرو شوند این واقعه را جشن می گیرند. با احتیاطی مقرون به عبوس بودن و کم حرفی در حالی که خود را در لباسهایشان پنهان کردند مسافرت می کنند و خود را از بیماری های واگیر دار سرزمینی ناشناس حفظ می کنند. در میانه قرن 15 در ایالت های جنوبی آلمان روش جدیدی برای گرم کردن خانه ها به وجود آمده بود. کاستنوفن بخاری آهنی جعبه شکل و بدون تکیگاهی بود که از ورقه های مستطیلی درست شده بود که به هم چفت شده بودند. درون این بخاری زغال سنگ یا چوب می سوخت. در زمستان های بلند این بخاری مزایای بسیار زیادی داشت. بخاری های بسته می توانستند 4 برابر آتش بی‌حفاظ حرارت ایجاد کنند و در عین حال به سوخت کمتری نیاز داشتند و به بخاری پاک کن احتیاج نداشتند. این حرارت به وسیله روکش جداره جذب و به آرامی و به طور مداوم در هوا منتشر می شد. در اطراف بخاری میله هایی برای هوا دادن و خشک کردن لباس های شسته شده نصب می کردند و خانواده ها می توانستند در سراسر زمستان در اطراف بخاری های خود بنشینند. ولی این روش فرانسوی ها را تحت تأثیر قرار نداد. به نظر آنها آتش بدون حفاظ روش ارزان تری بود. آنها بخاری های آلمانی را محکوم می کردند که نمی توانند منبع نور باشند و رطوبت زیادی را از هوا می گیرند و هوای اتاق را سنگین می کنند. این مسئله ناشی از عدم درک متقابل میان مناطق بود. در آکسبورگ در اکتبر 1580 مونتنی با فردی آلمانی روبرو شد که انتقاد مشروعی از شیوه فرانسوی ها در گرم کردن خانه هایشان با آتش بدون حفاظ ایراد کرد و مزایای بخاری آهنی را برشمرد. وقتی شنید که مونتنی فقط چند روز در آن شهر میماند، چون مونتنی روز 15 رسیده بود و قرار بود روز 19 آنجا را ترک کند، افسوس خورد. زیرا یکی از گرفتاری های اصلی ترک آکسبورگ را سنگینی سری می دانست که در هنگام بازگشت مونتنی به طرف آتش‌های بدون حفاظ نصیب او می شد. درست همان سنگینی سری که مدت‌ها بود فرانسوی‌ها بخاری‌های آهنی را به ایجاد آن متهم می کردند. مونتنی این مسئله را در 2 منطقه مجاور بررسی کرد. در بادن اتاقی با بخاری آهنی گرفت و چون به بوی خاص حاصل از آن عادت کرده بود شب را به راحتی سپری کرد. مونتنی گفت که بخاری به او اجازه داد تا لباس پشمی بر تن نکند. او ماها بعد در یکی از شب‌های سرد ایتالیا از فقدان بخاری در مهمانخانه‌اش ابراز تأسف کرد. در بازگشت به خانه، ویژگی‌های هر یک از این دو نوع سیستم حرارتی را چنین ارزیابی کرد. این امر صحت دارد که بخاری‌های آهنی گرمای سنگینی ایجاد می‌کنند و مواد سازنده آنها در هنگام گرم شدن بویی منتشر می کند که موجب سردرد افرادی می شود که با آنها عادت ندارند. از طرف دیگر، چون گرمای حاصل از این بخاری ها منظم و یک نواخت است و در همه جا منتشر می شود و چون این بخاری ها فاقد شعله مشهود، دود و جریان هوای حاصل از دودکش های ما هستند، دلایل زیادی وجود دارد که این سیستم را با روش خودمان همتراز بدانیم. بنابراین آنچه مونتنی را آزار می داد، عقاید نسنجیده تزلزل ناپذیر نجیب زاده آکسبورگی و مرد فرانسوی بود که هر یک سیستم حرارتی خود را برتر می شمردند. اگر مونتنی در هنگام بازگشت از آلمان بخاری آهنی آکسبورگی در کتابخانه‌اش نصب می کرد، هموطنانش با همان سوء ظنی با آن برخورد می کردند که در برابر هر چیز جدیدی از خود نشان می دادند. مونتنی می گفت هر ملتی آداب و رسوم و عادتهای زیادی دارد که نه تنها برای ملل دیگر ناشناخته است بلکه به نظر آنها وحشیانه و مایه شگفتی است. البته مسلماً نه بخاری و نه شومینه هیچ یک وحشیانه و شگفت‌آور نبودند.
به نظر می رسد تعریفی که هر جامعه ای از امر به هنجار ارائه می کند فقط بخشی از امور واقعا معقول را در بر دارد و نامنصفانه تجربیات وسیع موقعیتی ناآشنا را طرد می کند. منتنی به نجیب زاده آکسبورگی و همسایگان گاسکونیش نشان داد که بخاری آهنی و شومینه بدون حفاظ از جایگاه مشروعی در قلمرو پهناور سیستم‌های حرارتی قابل قبول برخوردارند. به این ترتیب او سعی می‌کرد تا درک ساده لوحانه خوانندگانش از امر به هنجار را گسترش دهد و از روش فیلسوف محبوبش پیروی کند. وقتی از سقراط می‌پرسیدند اهل کجاست؟ نمی‌گفت اهل آتن، بلکه می‌گفت اهل دنیا. تازه معلوم شده بود که این دنیا بسیار عجیب تر از چیزی است که اروپایی ها انتظار داشتند. در روز جمعه 12 اکتبر 1492، 41 سال پیش از تولد مونتنی، کریستوف کولومب به یکی از جزیره های مجمع الجزایر باهاماس در مدخل خلیج فلوریدا رسید و با برخی از سرخپوستان گواناهانی تماس برقرار کرد. یعنی با کسانی که هرگز چیزی از حضرت مسیح نشنیده بودند و برهنه راه می رفتند. مونتنی به این موضوع بسیار علاقه‌مند بود. در کتابخانه دایره‌ای شکل او چندین کتاب درباره زندگی قبایل سرخپوست آمریکا وجود داشت که از میان آنها می توان به کتاب تاریخ عمومی سرخپوستان اثر فرانسیسکو لوپز دو گومارا، تاریخ دنیای نو اثر جیرولامو بنزونی و سفر به برزیل اثر ژان دولری اشاره کرد. او در این کتاب‌ها خواند که در آمریکای جنوبی مردم دوست دارند عنکبوت، ملخ، مورچه، سوسمار و خفاش بخورند. آنها این حیوانات را می‌پختند و بسس‌های متنوعی می‌خوردند. در برخی قبایل آمریکایی دختران باکره آزادانه قسمت‌های شرم‌آور بدن خود را نشان می‌دادند. عروس‌ها در روز عروسی خود عیاشی می‌کردند. مردان می‌توانستند با هم ازدواج کنند. مردگان را می‌جوشاندند، در حلیم جو می‌کوبیدند، با شراب مخلوط می‌کردند و خیشاوندان آنها این مخلوط را در مهمانی‌های پرشوری می‌نوشیدند. در برخی کشورها زنان ایستاده ادرار می‌کردند و مردان بر سر پا نشسته. در این کشورها مردان می‌گذاشتند موهای جلوی بدنشان رشد کند ولی موهای پشت را می‌تراشیدند. در برخی کشورها مردان را ختنه می‌کردند ولی در دیگر کشورها می‌ترسیدند نوک آلت تناسلی رنگ آفتاب را ببیند و بنابراین با احتیاط پوست حشفه را روی آن می‌کشیدند و آن را با ریسمان‌های کوچکی به هم می‌بستند. در برخی کشورها در هنگام استقبال از کسی به او پشت می کردند و در برخی کشورها وقتی پادشاه توف می کرد، ملازم مخصوص او دستش را دراز می کرد و وقتی پادشاه شکم خود را خالی می کرد، ملازمان مدفوع او را در پارچه کتانی جمع می کردند. به نظر می رسید هر کشوری درک متفاوتی از زیبایی دارد. مونتنی می گفت در پرو، گوش‌های بزرگ زیبا هستند تا آنجا که می‌توانند آنها را به طور مصنوعی می‌کشند. مردی که هنوز در قید حیات است می‌گوید که در شرق کشوری را دیده که در آن رسم کشیدن گوش‌ها و پر کردن آنها با جواهرات را با چنان احترامی برگزار می‌کنند که او اغلب می‌توانسته بازو، لباس‌ها و تمام بدنش را داخل سوراخ‌هایی کند که زنان در نرمه گوش خود ایجاد می‌کردند. در جای دیگری ملت‌هایی وجود دارند که دندان‌های خود را با دقت سیاه می‌کنند و از مشاهده دندان‌های سفید نفرت دارند. در جای دیگری دندان‌ها را قرمز می‌کنند. زنان مکزیکی پیشانی کوتاه را نشانه زیبایی می‌دانند. بنابراین در حالی که موی بقیه بدن خود را می‌چینند، اجازه می‌دهند موی پیشانی زخیم شود و به طور مصنوعی آن را تکثیر می‌کنند. آنها سینه‌های بزرگ را چنان می‌ستایند که وانمود می‌کنند از روی شانه‌هایشان به نوزادان خود شیر می‌دهند. مونتنی از ژان دولری آموخت که قبایل توپی برزیل لخت مادرزاد راه می‌روند و هیچ احساس شرمندگی نمی‌کنند.
در واقع وقتی اروپایی ها سعی کردند به زنان توپی لباس بدهند، آنها خندیدند و لباس ها را پس دادند و تعجب کردند که چرا باید خود را با چنان چیز ناراحت کننده ای اذیت کنند. دلاری گراورساز که 8 سال در کنار قبایل زندگی کرده بود، مراقب بود که این شایعه رایج در اروپا را تصحیح کند که توپی ها درست مثل حیوانات پشمالو هستند. دلاری می گفت آنها به طور طبیعی ذره ای از ما پشمالو تر نیستند. مردان سر خود را می تراشیدند و زنان موی خود را بلند می کردند و آن را با بافه قرمز قشنگی می بستند. سرخپوستان توپی استحمام را دوست داشتند. هر وقت رودخانه ای می دیدند به داخل آن می پریدند و یکدیگر را می شستند. آنها ممکن بود روزی 12 بار خود را بشویند. آنها در بناهای کاروان سرامانندی زندگی می کردند که 200 نفر در آن می خوابیدند. تخت خوابهایشان از پنبه بافته و بین ستونها مثل ننو آویزان می شد. توپی ها وقتی به شکار می رفتند، تخت خوابهایشان را با خود می بردند و آنها را بین درختان آویزان می کردند و عصرها چرت می زدند. هر 6 ماه 1 بار به محل جدیدی می رفتند، زیرا احساس می کردند تغییر منظره برایشان خوب است. آنها جواب دیگری نداشتند غیر از این که می گفتند تغییر آب و هوا حالشان را خوب می کند. زندگی توپی ها چنان به سامان بود که اغلب تا 100 سالگی زندگی می کردند و در کهنسالی هرگز موی سفید یا خاکستری نداشتند. به شدت مهمان نواز بودند. وقتی تازه واردی به دهکده توپی ها می رفت، زنان صورتهای خود را می پوشندند و شروع به فریاد و ابراز خوشحالی می کردند. حالتان چطور است؟ چقدر به خود زحمت داده اید تا بیایید و ما را ببینید؟ بلافاصله به مسافران نوشیدنی محبوب توپی را می دادند که از ریشه گیاهی درست می شد و مثل شراب قرمز بود و مزه تندی داشت، ولی برای معده خوب بود. مردان توپی می توانستند بیش از 1 زن بگیرند و گفته می شد به همه آنها علاقه داشتند. به قول مونتنی، کل نظام اخلاقی آنها شامل 2 بند بود: پایداری در جنگ و عشق به زنانشان. و ظاهراً زنان از این بعض خوشحال بودند و هیچ حسادتی نشان نمی دادند. روابط جنسی آنها آزاد بود. تنها ممنوعیت این بود که کسی حق نداشت با خویشاوندان نزدیک خود رابطه جنسی داشته باشد. مونتنی در حالی که همسرش در طبقه پایین کاخ بود، با لذت این جزئیات را چنین بیان کرد. یک ویژگی زیبای ازدواج‌های آنها شایان ذکر است. درست همانطور که زنان ما با شور و حرارت مانع از عشق و محبت ما به زنان دیگر می شوند، زنان آنها با همان شور و حرارت عکس این کار را انجام می دهند. آنها بیش از هر چیزی نگران شهرت شوهر خود هستند و مواظبند و خود را به زحمت می اندازند تا هرچه بیشتر هوو داشته باشند، زیرا این امر گواه ارزش شوهرشان است. بی تردید این امر عجیب بود، ولی به نظر مونتنی هیچ چیز آن نابهنجار نبود. مونتنی در اقلیت بود. به زودی پس از کشف کلمب، استعمارگران اسپانیایی و پرتغالی از اروپا به آمریکای جنوبی رفتند تا از سرزمین‌های جدید سوء استفاده کنند و به این نتیجه رسیدند که بومی‌ها خیلی بهتر از حیوانات نیستند. ویلگانیون شوالیه کاتولیک آنها را حیواناتی به شکل انسان خواند. ریشه کشیش پیرو کالون عقیده داشت که آنها هیچ درک اخلاقی ندارند و می گفت خرفتی روح آنها را فرا گرفته و خوب را از بد تمیز نمی دهند. و لوران جوبر پزشک پس از معاینه 5 زن برزیلی تأیید کرد که آنها عادت ماهانه ندارند و بنابراین از نوع بشر نیستند. اسپانیایی ها با حذف نام سرخپوستان از فهرست نوع بشر شروع به قتل عام آنها کردند. گویی آنها حیوان بودند. تا سال 1534، 42 سال پس از ورود کلمب، امپراتوری های آزتک و اینکا نابود و مردمان آن یا برده و یا کشته شده بودند. مونتنی با مطالعه اثر بارتولومئو لاسکاساس به نام مطالعه اجمالی در باب نابودی سرخپوستان چاپ 1552 در سویل
ترجمه فرانسه به دست ژاک دومیگرود در 1580 تحت عنوان بیرحمی ها و قساوت های اسپانیایی ها نسبت به هند شرقی که دنیای نو خوانده می شود به این وحشیگری پی برده بودند. سرخپوستان به دلیل مهمان نوازی و ضعف عضلانی خود نابود شدند. آنان روستاها و شهرهای خود را به روی اسپانیایی ها گشودند و مهمانانشان با غافلگیری کامل با آنها حمله کردند. سلاح‌های ابتداییشان همتراز توپ‌ها و شمشیرهای اسپانیایی نبود و فاتحان در حق قربانیان خود هیچ رحمی نکردند. کودکان را کشتند، شکم زنان حامله را دریدند، چشم‌ها را از حدقه خارج کردند، کل خانواده‌ها را زنده زنده در آتش سوزاندند و شبانه روستاها را آتش زدند. سپس سگ‌های تربیت شده را به جنگل‌ها فرستادند تا سرخپوستان فراری را تکه تکه کنند. مردان را برای کار به معادن طلا و نقره فرستادند در حالی که با طوق‌های آهنی به یکدیگر زنجیر شده بودند. وقتی یکی از آنها می‌مرد، بدنش را از زنجیر قطع می‌کردند در حالی که همراهانش در طرف دیگر زنجیر به کار ادامه می‌دادند. اکثر سرخپوستان بیش از 3 هفته در معادن دوام نمی آوردند. به زنان هم در مقابل چشم همسرانشان حد که حرمت کردند. شکل مطلوب تحقیر عبارت بود از بریدن چانه و بینی. لاسکاساس تعریف کرد که چگونه زنی در حالی که می دید جنگ جویان اسپانیایی با سگهای خود نزدیک می شوند خودش را با فرزندش به دار آویخت. سپس سربازی رسید و کودک را با شمشیرش دونیم کرد. نیمی را به سگش داد و از راهبی خواست شعائر مرگ را به جا آورد تا کودک قطعاً جایی در بهشت مسیح به دست آورد. چون مردان و زنان را از هم جدا می کردند و آنها دلتنگ و ناامید می شدند، تعداد زیادی از سرخپوستان خودکشی می کردند. تخمین زده می شود که در فاصله تولد مونتنی در 1533 و انتشار جلد سوم مقالات در 1588 جمعیت بومی دنیای نو از 80 میلیون به 10 میلیون نفر تنزل یافته باشد. اسپانیایی ها سرخپوستان را با وجدانی آسوده قصابی کردند، زیرا مطمئن بودند که می دانند انسان به هنجار چیست. عقل اسپانیایی ها با آنها می گفت انسان به هنجار کسی است که شلوار می پوشد، یک زن دارد، عنکبوت نمی خورد و در تخت خواب می خوابد. مونتنی می نویسد ما نمی توانستیم چیزی از گفتار و رفتار آنها بفهمیم و حتی قیافه ها و لباس های آنها بسیار متفاوت با ما بود. به قول اسپانیایی ها ما نمی توانستیم چیزی از گفتار و رفتار آنها بفهمیم و حتی قیافه ها و لباس های آنها بسیار متفاوت با ما بود. کدام یک از ما آنها را وحشی و حیوان نمی شمرد؟ کدام یک از ما سکوت آنها را به کند ذهنی و جهل حیوانی نسبت نمی داد؟ از همه اینها گذشته، آنها از آداب و رسوم ما از جمله دست بوسی و تعظیم بی خبر بودند. ممکن است آنها شبیه انسان به نظر رسیده باشند، ولی هیچ شلواری نپوشیدند. پشت این قصابی استدلالی نادرست خوابیده بود. جدا کردن امر بهنجار از نابهنجار معمولاً از طریق نوعی منطق استقرایی پیش می رود که به وسیله آن قانونی کلی را از نمونه های جزئی استنتاج می کنیم. به قول منطقدانان از مشاهده این که آ1 فی و آ2 فی و آ3 فی هستند به این نتیجه می رسیم که همه آها فی هستند. برای داوری درباره باهوش بودن کسی در او به دنبال ویژگی های مشترک همه افراد باهوشی که قبلا دیده ایم می گردیم. اگر فرد باهوشی را دیده ایم که شبیه تصویر شماره 1 بوده، دومی شبیه تصویر شماره 2 بوده و سومی شبیه تصویر شماره 3 بوده، به این نتیجه می رسیم که افراد باهوش بسیار مطالعه می کنند، لباس سیاه می پوشند و تقریبا جدی به نظر می رسند. این خطر وجود دارد که فرد شبیه تصویر شماره 4 را کودن بدانیم و شاید بعداً او را بکشیم. مسافران فرانسوی که با وحشت به بخاری‌های آهنی اتاق خواب‌ها واکنش نشان می‌دادند، قبل از رسیدن به آلمان
با چند شومینه خوب در فرانسه آشنا بودند. یکی از این شومینه ها شبیه تصویر شماره 1، دیگری شبیه تصویر شماره 2 و سومی شبیه تصویر شماره 3 بود. آنها از این امر نتیجه گرفته بودند که پایو اساس سیستم حرارتی خوب شومینه بدون حفاظ است. مونتنی از این نخوت فکری ناراحت بود. وحشیانی در آمریکای جنوبی وجود داشتند، ولی آنها کسانی نبودند که عنکبوت می‌خوردند، بلکه اسپانیایی‌ها بودند که بومیان را قتل عام می‌کردند. مونتنی می‌گوید همه کس هر چرا که مرسوم خود او نیست وحشیانه می‌خواند. ما غیر از باورها و رسوم کشور خود هیچ معیار دیگری برای حقیقت و دلیل درست نداریم. ما همواره در کشور خود مذهب کامل، حکومت کامل و پیشرفته ترین و کامل ترین روش انجام دادن هر کاری را داریم. مونتنی سعی نمی کرد تمایز میان امر وحشیانه و امر متمدن را از میان ببرد. مسلماً تفاوت‌هایی در ارزش آداب و رسوم کشورها وجود داشت. نسبی‌گرایی فرهنگی به اندازه ملی‌گرایی خام و ناپخته بود. او سرگرم اصلاح روش این تمایزگذاری بود. ممکن است ساکنان کشور ما فضایل بسیاری داشته باشند، ولی این فضایل وابسته به کشور ما نبودند. ممکن است ساکنان سرزمینی بیگانه اشتباهات زیادی داشته باشند، ولی آنها را نمیتوان صرفاً از طریق این واقعیت شناخت که آداب و رسوم مردمان آن سرزمین به نظر ما غیر عادی است. ملیت و آشنایی معیارهای بیهوده‌ای برای تعیین امر خوب هستند. عرف رایج فرانسه حکم می‌کرد که انسان باید بینی خود را در دستمالی خالی کند. ولی مونتنی دوستی داشت که پس از تأمل درباره این موضوع به این نتیجه رسیده بود که شاید بهتر باشد بینی خود را مستقیماً در انگشت‌های خود خالی کند. او می‌گفت او در حال دفاع از کار خود از من پرسید چرا باید آن ماده لزج کثیف از چنان مزیتی برخوردار باشد که پارچه ظریفی آماده کنیم تا آن را بگیرد و بعد آن را بپوشانیم و با دقت با خود حمل کنیم. دیدم آنچه میگوید به هیچ وجه نامعقول نیست، ولی عادت مرا از توجه به این قرابت باز داشته است. قرابتی که در آداب و رسوم مشابه دیگر کشورها چنان نفرت انگیز به نظر میرسد. ابزار ارزیابی رفتار استدلال دقیق است، نه تعصب. مونتنی از کسانی سرخورده بود که ساده دلانه امر ناآشنا را با امر نابسنده یکسان می‌پنداشتند و بنابراین از اساسی ترین درس تواضع فکری که بزرگترین فیلسوف دوران باستان داده بود غفلت می‌کردند. وقتی از حکیم ترین انسانی که تاکنون وجود داشته پرسیدند چه می‌داند، پاسخ داد تنها چیزی که می داند این است که چیزی نمی داند. واقعاً؟ چقدر عجیب؟ این جمله که با حالتی نسبتاً وحشت زده همراه با بالا انداختن ابرو بیان می شود به طور ضمنی بر نابهنجاری ما دلالت دارد و به انکار حقانیت و انسانیت ما می انجامد. در برابر این واکنش چه باید کرد؟ همان واکنشی را نشان داد که دوست مونتنی در گاسکونی پس از خالی کردن بینیش در انگشت‌هایش با آن روبرو شد و همان واکنشی که در افراطی ترین شکل خود به نابودی قبایل آمریکای جنوبی انجامید. چه بسا باید به یاد بیاوریم که اتهامات مربوط به نابهنجاری تا چه حد منطقه‌ای و تاریخی هستند. برای کاستن از سلطه این اتهامات فقط لازم است به تنوع آداب و رسوم در طول زمان و مکان توجه کنیم. آنچه در زمانی معین در گروهی نابهنجار شمرده می شود، ممکن است این گونه انگاشته نشود و حتما همواره این گونه انگاشته نمی شود. ما می توانیم در افکار خود از مرزها بگذریم. مونتنی کتابخانه‌اش را با کتاب‌هایی پر کرده بود که به او در گذر از مرزهای تعصب کمک می کردند. در آن کتابخانه کتاب‌های تاریخ، سفرنامه‌ها، گزارش‌های مبلغان مسیحی و ناخداها، ادبیات دیگر ملل و کتاب‌های مصور
همراه با تصاویری از قبایلی وجود داشت که به شکل عجیبی لباس پوشیده بودند و ماهی‌هایی می‌خوردند که اسمانها معلوم نبود. از طریق این کتاب‌ها مونتنی می‌توانست مشروعیت بخش‌هایی از وجودش را اثبات کند که در آن مجاورت هیچ شاهد و گواهی نداشتند. بخش‌های رومی، بخش‌های یونانی، جوانبی از خودش که بیشتر مکزیکی و توپیایی بودند تا گاسکونی، بخش‌هایی که دوست داشتند 6 زن داشته باشند یا پشت خود را بتراشند یا روزی 12 بار حمام کنند. او با مطالعه سالنامه‌های تاکیتوس، تاریخ چین گونزالس دو مندوزا، تاریخ پرتغال گولارت، تاریخ ایران لبلسکی، سفرنامه‌های آفریقای لوی آفریقایی، تاریخ قبرس لوسینیانو، مجموعه تواریخ ترکیه و شرق اثر پستل و کیهان نگاری جهانی موئنستر شامل تصاویری از حیوانات بیگانه می توانست از احساس بیگانگی خود با این خصایص بکاهد. اگر مونتنی از دعاوی دیگران به حقیقت جهان شمول احساس سرخوردگی می کرد، می توانست به شیوهی مشابه نظریات تمام فیلسوفان بزرگ دوران باستان درباره جهان را ردیف کند و سپس به رغم اطمینان هر کدام از آنها به تملک کل حقیقت اختلافات مضحک میان آنها را نشان دهد. پس از این مطالعه تطبیقی، مونتنی با لحن تمسخرآمیزی اعتراف کرد که هیچ دلیلی وجود ندارد که نظریه های زیر را بپذیرد. مثل افلاطون، جزء لایتجزای اپیکور، خلأ و ملأ لوکیپوس و دموکریتوس، مادت المواد بودن آب از نظر تالس، نامتناهی بودن طبیعت آناکسیمندر، ماده اسیری دیوگنس، اعداد و تناسب فیثاغورس، نامتناهی بودن پارمنیدس، وحدت موسیوس، آب و آتش آپولودوروس، ذرات همگون یا همبهره آناکسوگوراس، سازگاری و ناسازگاری امپدوکلس، آتش هراکلیتوس و یا هر عقیده دیگری برخواسته از آشفتگی نامحدود قضاوت‌ها و آموزه‌های به شدت آشفته حاصل از عقل نازک طبع بشری ما با تمام قطعیت و وضوحش. اکتشافات دنیاهای نو و متون باستانی، آن نخوت اندوهناک و ستیزجویی را که اعتقاد و اعتماد کاملی به خود دارد به شدت تضعیف کرد. هر کس که مجموعه هوشمندانه ای از حماقت‌های ابلهانه حکمت بشری را گردآوری کرده، داستان شگفت‌آوری دارد که تعریف کند. وقتی چنین خطاهای آشکار و بزرگی را حتی در این شخصیت‌های مهمی می‌بینیم که هوش بشری را به قله‌های رفیع رسانده‌اند، می توانیم بگوییم که چه تصوری باید از انسان و حس و عقل او داشته باشیم. مسافرت 17 ماهه بر روی اسب به دور اروپا باید مفید بوده باشد. مشاهده دیگر کشورها و سبک‌های زندگی، حال و هوای خفه کننده و طاقت فرسای منطقه زندگی مونتنی را کاهش داد. آنچه به نظر جامعه‌ای عجیب بود، به نظر جامعه دیگر به طرز مناسب تری به هنجار شمرده می شد. دیگر سرزمین ها می توانند سعی صدری را در ما زنده کنند که نخوت منطقه‌ای آن را سرکوب کرده است. این سرزمین ها ما را ترغیب می کنند تا بیشتر پذیرای دیگران باشیم. مفهوم امر به هنجار در هر منطقه خاص، آتن، آکسبورگ، کاسکو، مکزیک، روم، سویل و گاسکونی، فقط معدودی از جنبه های ماهیت ما را در بر می گیرد و نامنصفانه دیگر جنبه ها را وحشیانه و عجیب می شمارد. هر انسانی می تواند صورت کامل شرایط انسانی را در بر داشته باشد، ولی به نظر می رسد که هیچ کشور واحدی نمی تواند پیچیدگی این شرایط را تحمل کند. در بین 57 نقل قول نوشته شده بر روی تیرهای سقف کتابخانه مونتنی، جمله ای از ترنس به چشم می خورد. من انسانم. هیچ چیز انسانی برای من بیگانه نیست. مونتنی ما را دعوت می کند که با مسافرت به کشورها در عالم واقع و در خیال، تعصبات محلی و تفرقه های حاصل از آنها را با هویت های نامحدودتری در قالب شهروندان جهان معاوضه کنیم.
یک تسلی دیگر در مواجهه با اتهامات مربوط به نابهنجاری دوستی است. یکی از ویژگی‌های دوست این است که آنقدر مهربان است که در مقایسه با اکثر مردم بخش بیشتری از وجود ما را به هنجار می داند. هنگام گفتگو با مخاطبی عادی، بسیاری از نظرهای خود را به دلیل بسیار زننده بودن، جنسی بودن، مأیوسانه بودن، احمقانه بودن، هوشمندانه بودن یا احساساتی بودن بیان نمی کنیم، ولی این نظرها را با دوستان خود در میان می گذاریم. دوستی توطئه‌ای کوچک است علیه آنچه دیگران معقول می پندارند. مونتنی مثل اپیکور دوستی را مؤلفه ضروری خوشبختی می دانست و می گفت به باور من شیرینی مصاحبت رفیقی مناسب و دمساز هرگز به ضرر کسی تمام نمی شود. آه یک دوست، چقدر این قضاوت دوران باستان درست است که معاشرت با کسی گواراتر از عنصر آب و ضروری تر از عنصر آتش است. مونتنی تا مدتی انقدر خوشبخت بود که چون این دوستی داشته باشد. در 25 سالگی با اتین دولابوسی، نویسنده 28 ساله و عضو پارلمان بوردو آشنا شد. دوستی در نگاه اول. او گفت به خاطر چیزهایی که شنیده بودیم، پیش از اینکه یکدیگر را ببینیم دنبال هم می گشتیم. با ذکر نام هم یکدیگر را در آغوش گرفتیم و در نخستین ملاقات که تصادفاً در یک جشن شهری شلوغ اتفاق افتاد، چنان خود را مجذوب، آشنا و وابسته به هم یافتیم که از آن زمان به بعد چیزی به اندازه ما به ما نزدیک نبود. این دوستی از آن نوع دوستی هایی بود که به اعتقاد مونتنی فقط هر 300 سال یک بار اتفاق می افتد. این دوستی هیچ وجه اشتراکی با ارتباطات نیم بندی نداشت که اغلب این واژه ها بر آن دلالت می کند. مونتنی می گوید آنچه معمولا دوست و دوستی می خوانیم چیزی بیش از نوعی آشنایی نیست که بر حسب تصادف یا نوعی مناسبت به وجود آمده که به وسیله آن ارواح ما از یکدیگر حمایت می کنند. در دوستی مورد نظر من، ارواح در چنان ترکیب عامی در هم می آمیزند که درزی که آنها را به هم می پیوندد به کلی ناپدید و محو می شود. دوستی چندان ارزشمند نمی بود اگر بیشتر مردم آنقدر مایوس کننده نبودند و اگر مونتنی مجبور نبود بخش عمده ای از وجود خودش را از آنها پنهان کند. ژرفای پیوند او با لابوئسی نشان می‌داد که در تعامل با دیگران تا چه حد مجبور شده بود فقط تصویر تحریف شده ای از خودش را ارائه کند تا از سوءظن و بالا انداختن ابرو در امان بماند. سالها بعد مونتنی منشأ عواطف خود نسبت به لابوئسی را تحلیل کرد. او گفت فقط او این موهبت را داشت که تصویر واقعی من را بشناسد. یعنی لابوئسی به طور منحصر به فردی در بین آشنایان مونتنی او را به خوبی می شناخت. لابوئسی به مونتنی اجازه داد خودش باشد. از طریق هوشمندی روانشناختیش مونتنی را قادر به این کار ساخت. او به ابعاد ارزشمند و با این حال تا آن هنگام نادیده گرفته شده شخصیت مونتنی مجال خودنمایی داد. که این نشان می دهد ما دوستان خود را نه فقط به دلیل مهربان و سرگرم کننده بودنشان، بلکه شاید مهمتر از آن به دلیل اینکه خود واقعی ما را می فهمند انتخاب می کنیم. متاسفانه این دوران خوشی کوتاه بود. 4 سال پس از اولین ملاقات در اوت 1563 لابوئسی بیمار و مبتلا به معده درد شد و چند روز بعد جان سپرد. فقدان او مونتنی را تا آخر عمر اندوهگین ساخت و گفت در واقع اگر بقیه عمرم را با آن 4 سالی مقایسه کنم که از موهبت مصاحبت و رفاقت شیرین چنین مردی بهره‌مند بودم، چیزی نیست مگر دود و خاکستر، شبی ظلمانی و ملال‌آور. از آن روزی که او را از دست دادم فقط به زور و با ملالت به زندگی ادامه می دهم. در سراسر مقالات می‌بینیم که مونتنی به دنبال رفیق شفیقی است که با دوست از دست رفته‌اش قابل مقایسه باشد. 18 سال پس از مرگ لابوئسی، مونتنی همچنان گاهی اندوهگین او می‌شد. در ماه مه 1581 در لاویلا نزدیک لوکا، محل حمام آبگرم، مونتنی در سفرنامه‌اش نوشت که یک روز کامل اسیر افکار دردناک درباره آقای دولابوئسی بوده است. آنقدر در این حالت بودم بدون هیچ گونه بهبود که بسیار لطمه خوردم.
مونتنی دیگر هرگز در دوستی‌هایش رنگ خوشبختی را به خود ندید، ولی بهترین راه جبران این فقدان را پیدا کرد. او در مقالات در قالبی دیگر تصویر واقعی خود را بازآفرینی کرد. همان تصویری که لابوئسی دیده بود. همان طور که در مصاحبت دوستش خودش بود، روی صفحه کاغذ هم خودش شد. واکنش اطرافیان مونتنی به کتابش او را سرخورده کرد، ولی بسیار امیدوار بود که کس دیگری در جای دیگر او را درک کند. مخاطب او همه کس بودند، نه هیچ کس خاصی. او از ناسازه نمایش ژرف‌ترین ابعاد خود به بیگانگان در کتاب فروشی ها آگاه بود. بسیاری از چیزهایی را که نمی‌خواهم به طور خصوصی به کسی بگویم به همگان می‌گویم و برای شناختن مرموزترین افکارم و وفادارترین دوستانم را به بساط کتاب فروش حواله می‌کنم. ولی باید سپاسگزار این ناسازه باشیم. کتاب فروش‌ها ارزشمندترین مقصد افراد تنها هستند. گواه این امر تعداد کتاب‌هایی است که علت نگارش آنها این بوده که نویسندگانشان کسی را برای حرف زدن پیدا نکردند. شاید مونتنی برای کاهش احساس تنهایی خودش شروع به نوشتن کرده باشد، ولی کتابش می تواند احساس تنهایی ما را هم کاهش دهد. تصویر صمیمی و صادقانه فردی از خودش که در آن به ناتوانی جنسی و نفخ کردن خود اشاره می کند و از دوست مردش می نویسد و توضیح می دهد که در دستشویی به سکوت نیاز دارد. اینها ما را قادر می سازد تا کمتر احساس کنیم که آن جنبه هایی از خودمان که در معاشرت ها و تصاویر بهنجار ناگفته می مانند غیر عادی هستند. همان جنبه هایی که به نظر می رسد به اندازه دیگر جوانب بخشی از واقعیت ما را تشکیل می دهند. 4. در باب نابسندگی فکری درباره ویژگی های ضروری فرد باهوش چند فرض اصلی وجود دارد. افراد باهوش چه باید بدانند؟ یکی از این فرض‌ها که در مواد آموزشی بسیاری از مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها منعکس شده، این است که افراد باهوش باید بتوانند به سوالاتی از این قبیل پاسخ دهند. 1. طول‌ها یا زوایایی را که در مثلث‌های زیر با اکس مشخص شده اند پیدا کنید. 2. موضوع، محمول، رابطه و سورهای گزاره‌ای زیر در صورت وجود کدامند؟ سگ‌ها بهترین دوست انسان هستند. لوسیلیوس شرور است. همه خفاش‌ها عضو طبقه جوندگان هستند. آیا هیچ چیز سبز رنگی در اتاق نیست؟ 3. برهان علت نخستین توماس آکویناس چیست؟ 4. متن یونانی زیر از کتاب اخلاق نیکوماخوس، کتاب اول، بخش 1-4، نوشته ارسطو را ترجمه کنید. 5. متن لاتین زیر از کتاب در باب پایداری فصل 16-4 ترجمه کنید. مونتنی با بسیاری از این سوالات روبرو شده و به خوبی به آنها جواب داده بود. او را به یکی از بهترین مؤسسات آموزشی فرانسه، کالج گوین در بوردو فرستاده بودند که در 1533 به منظور جایگزینی کالج قدیمی و ناکارآمد هنرها بنیانگذاری شده بود. وقتی میشل در 6 سالگی در این کلاس ها حاضر شد، این مدرسه به عنوان مرکزی آموزشی شهرتی در سطح ملی به دست آورده بود. گروه آموزشی آن را این افراد تشکیل می دادند. مدیر روشنفکری به نام آندره دوگووا، دانشپژوهی معروف در زمینه یونان به نام نیکولا دگرشی، دانشپژوهی ارسطوشناس به نام گیوم گرانت و شاعری اسکاتلندی به نام جورج بیوکنن. اگر بخواهیم فلسفه تعلیم و تربیت کالج گوین یا در واقع فلسفه تعلیم و تربیت اکثر مدرسه ها و دانشگاه های قبل و بعد از آن را تعریف کنیم، می توانیم بگوییم که مبتنی بر این نظر است که هرچه محصل چیزهای بیشتری درباره دنیا یعنی تاریخ، علم، ادبیات بیاموزد بهتر است. ولی مونتنی پس از پیروی مطیعانه از برنامه آموزشی این کالج تا زمان فارغ التحصیلی یک شرط مهم را به این فلسفه اضافه کرد. اگر انسان حکیم بود، ارزش واقعی هر چیزی را با سودمندی و مناسبت آن برای زندگیش می سنجید. فقط آن چیزی ارزش یادگیری دارد که سبب شود احساس بهتری پیدا کنیم.
به احتمال زیاد در برنامه درسی کالج گوین به دو متفکر دوران باستان بیش از دیگران اهمیت می دادند و آنها را مثال بارز هوشمندی می شمردند. دانش آموزان با آنالوتیقای اول و دوم ارسطو آشنا می شدند. در این اثر فیلسوف یونانی منطق را بنا می نهد و می گوید اگر الف بر همه به ها و به بر همه جه ها حمل شود، ضرورتاً الف بر همه جه ها حمل می شود. بقیده ارسطو اگر قضیه ای پ را به سین نسبت دهد یا این نسبت را رد کند، در این صورت پ و سین حدهای آن قضیه هستند. یعنی پ حد محمول و سین حد موضوع است. او اضافه کرد که همه قضایا کلی هستند و یا جزئی و تعلق پ به همه یا بخشی از سین را ایجاب یا سلب می کنند. دومین متفکر دانشپژوه رومی مارکوس ترنتیوس وارو بود که کتابخانه‌ای برای یولیوس سزار ایجاد کرد و 600 کتاب نوشت. از جمله دانشنامه‌ای درباره علوم مقدماتی و 25 کتاب درباره ریشه شناسی و زبان شناسی. مونتنی به این کار بی‌اعتنا نبود. به نظر او نوشتن یک قفسه کتاب درباره ریشه کلمات و کشف قضایای موجبه کلی شاهکار بود. ولی اگر دریابیم چنین افرادی از کسانی که هرگز چیزی درباره منطق فلسفی نشنیده اند خوشبخت‌تر نبوده اند یا در واقع اندکی ناخرسندتر هم بوده اند، ممکن است تعجب کنیم. مونتنی پس از بررسی زندگی ارسطو و وارو سؤالی مطرح کرد. فضل و دانش زیاد برای وارو و ارسطو چه کرد؟ آیا آنها را از بیماری‌های انسانی رهانید؟ آیا آنها را از مصائبی نظیر مصائب باربران نجات داد؟ آیا منطق از اندوه ایشان به دلیل ابتلا به نقرس کاست؟ برای فهم این که چگونه امکان دارد این دو نفر همان همه فاضل و همان همه ناخرسند بوده باشند، مونتنی بین دو نوع معرفت تمایز قائل شد: علم و حکمت. او منطق، ریشه شناسی، دستور، زبان لاتین و زبان یونانی را در مقوله علم قرار داد. در مقوله حکمت معرفتی بسیار وسیع‌تر، بسیار جامع‌تر و بسیار ارزشمندتر را گنجانید. هر چیزی که می‌تواند به خوب زیستن آدمی کمک کند، یعنی به انسان کمک می‌کند تا با خرسندی و مطابق اصول اخلاقی زندگی کند. مشکل کالج گوین به رغم گروه آموزشی و مدیر حرفه‌ایش این بود که در انتقال علم بسیار برجسته ولی در انتقال حکمت به کلی ناتوان بود. در سطح نهادی همان اشتباهاتی را تکرار می کرد که زندگی شخصی وارو و ارسطو را خراب کرده بود. شادمانه به مضمون پوچی و بیهودگی تعلیم و تربیت خودمان باز می گردم. هدف آن نه خوب و حکیم کردن ما بلکه عالم کردن ما بوده و در این امر موفق شده است. این تعلیم و تربیت به ما یاد نداده که در پی فضیلت ها باشیم و حکمت را فرا گیریم. این تعلیم و تربیت مشتقات و ریشه شناسی آنها را به ما آموخته است. ما به سرعت می پرسیم آیا او یونانی یا لاتین بلد است؟ آیا می تواند نظم و نثر بنویسد؟ ولی مهمترین سؤال را کمتر از همه مطرح می کنیم. آیا او بهتر و حکیم تر شده است؟ ما باید به دنبال درک بهترین چیز و ندانستن بیشترین چیزها باشیم. ما صرفاً حافظه را پر می کنیم و فهم و درک امر خوب و بد را خالی می گذاریم. مونتنی هرگز در ورزش قابل نبود. در رقص، تنیس و کشتی نتوانستم چیزی بیش از مهارتی پیش پا افتاده و ناچیز به دست آورم و در شنا، سوارکاری با مانع، پرش ارتفاع و پرش طول هیچ مهارتی کسب نکردم. با وجود این اعتراض مونتنی به فقدان حکمت در درس‌های مدرسه چنان شدید بود که به چیزی کمتر از بدیلی بنیادی برای کلاس درس جوانان فرانسوی راضی نمی شد. البته او ترجیح می داد که دانش آموزان به مدرسه بروند، ولی مدرسه‌ای که با آنها حکمت بیاموزد نه ریشه شناسی لغات. مدرسه‌ای که بتواند سوگیری فکری دیرینه به طرف مسائل انتزاعی را تصحیح کند. تالس اهل میلتوس در آسیای صغیر یک نمونه اولیه این سوگیری بود. او در تمام اعصار مورد ستایش بود، زیرا در قرن ششم قبل از میلاد سعی کرده بود آسمانها را اندازه گیری کند و ارتفاع هرم بزرگ مصر را بر اساس قضیه مثلث‌های متشابه اندازه گرفته بود.
دستاوردی که بی تردید پیچیده و خیره کننده بود. ولی مونتنی نمی‌خواست چون این چیزی بر برنامه درسیش غالب باشد. او با فلسفه تعلیم و تربیت زمینی یکی از آشنایان جوان و گستاخ تالس همدلی بیشتری داشت که می گفت همیشه خود را مدیون آن دختر میلتوسی احساس کردم که وقتی دید فیلسوف هم محلیش چشمهایش را به بالا دوخته و همواره سرگرم تأمل درباره طاق آسمان است به او پشت پا زد تا به وی هشدار دهد که دل مشغولی به چیزهای بالای ابرها کافی است و او باید جوابگوی تمام چیزهایی باشد که زیر پایش قرار دارند. شما می توانید دقیقاً مثل این زن هر کسی را که دل مشغول فلسفه است سرزنش کنید، یعنی کسی که نمی تواند زیر پایش را ببیند. مونتنی در جاهای دیگر نشان داد که فعالیت‌های عادی تر ولی نه کم اهمیت تر را به فعالیت‌های غیر عادی ترجیح می‌دهد و درست مثل دختر میلتوسی سعی کرد ما را به زمین بازگرداند. حمله به یک کشور، اداره سفارتخانه و فرمانروایی بر یک ملت کارهای چشمگیری هستند. سرزنش، خندیدن، خریدن، فروختن، عشق ورزیدن، نفرت داشتن، با خانواده و خود با مهربانی و عادلانه رفتار کردن، تنبل نشدن یا با خود صادق بودن کارهایی چشمگیرتر، نادرتر و دشوارتر هستند. مردم هرچه میخواهند بگویند، چون این زندگی‌های تک‌افتاده‌ای شامل انجام دادن کارهایی است که حداقل به اندازه کارهای زندگی‌های دیگر دشوار و تنش آفرین هستند. پس مونتری می‌خواست دانش آموزان در مدرسه چه چیزی را یاد بگیرند. هوش حکیمانه مورد نظر او با چه نوع امتحانی سنجش پذیر بود؟ امتحانی کاملا جدا از مهارت‌های ذهنی مورد نظر ارسطو و واروی ناخرسند؟ امتحانات مورد نظر مونتری شامل سوالاتی درباره چالش‌های زندگی روزمره بود. عشق، رابطه جنسی، بیماری، مرگ، کودکان، پول و جاه طلبی. امتحانی از حکمت مونتنی. 1. حدود 7-8 سال قبل چند فرسنگ دورتر از اینجا روستانشینی زندگی می کرد که هنوز در قید حیات است. مدتها بود که حسادت زنش فکر او را از کار انداخته بود. یک روز پس از بازگشت از کار با غرغر همیشگی زنش روبرو شد. غرغر زن چنان او را دیوانه کرد که دست در دست ناگهان آلت تناسلی خود، یعنی همان عضوی که زنش را دچار چنان هیجانی کرده بود، برید و آن را به طرف صورت زنش پرت کرد. الف، چگونه باید مشاجرات خانوادگی را فیصله داد؟ ب، آیا زن غرغر می کرد یا محبتش را ابراز می کرد؟ 2. این دو جمله را در نظر بگیرید. جمله اول، می خواهم مرگ مرا در حالی دریابد که کلم می کارم، نه در حالی که نه نگران این کار هستم و نه نگران ناتمام ماندن باغبانی. جمله دوم، به سختی می توانم کلم ها را از کاهوها تمیز دهم. سوال، رهیافت حکیمانه به مرگ چیست؟ 3. شاید عفیف‌تر و سودمندتر باشد که از کودکی به زنان بیاموزیم واقعیت زنده اندازه‌ی آلت تناسلی مردان چیست و نگذاریم بر اساس تخیلی برانگیخته درباره آن حدس‌هایی بزنند. آمال و آرزوهایشان سبب می‌شود که اعضای عجیب و غریبی 3 برابر بزرگتر از اندازه‌ی واقعی تصور کنند. پسرها در سراسر راهروها و راه پله‌های کاخ‌های سلطنتی ما دیوار نوشته‌هایی درباره اندام‌های بزرگ تناسلی نقش می‌کنند که این کار بسیار زیان‌آور است. آنها سبب سوء تفاهم ناعادلانه‌ای درباره قابلیت‌های طبیعی ما می‌شوند. سوال: مردی که واقعیت زنده کوچکی دارد، چگونه باید این موضوع را مطرح کند؟ 4. اربابی را می شناسم که مهمانی با شکوهی در منزلش برپا کرد و سپس 4 یا 5 روز بعد در قالب لطیفه‌ای، چرا که سخنانش حقیقت نداشت، فخر می فروخت که مهمانان را مجبور کرده شیرینی پای گربه بخورند. یکی از بانوان جوان حاضر در مهمانی از این امر چنان ترسید که دچار بی‌نظمی حاد معده و تب شد و از حال رفت. نجات جان او ناممکن بود. سوال، توزیع مسئولیت اخلاقی را تحلیل کنید.
5. فقط اگر با خود حرف زدن دیوانوار به نظر نمی آمد، هیچ روزی به پایان نمی رسید مگر اینکه می شنیدم به خودم علیه خودم قرولند می کنم. تو ای کثافت احمق. بدترین مصیبت ما متنفر بودن از وجود خودمان است. سوال: چقدر باید به خود عشق بورزیم؟ به احتمال زیاد تنظیم ورقه های امتحانی که حکمت و نه علم افراد را بسنجد به سازماندهی مجدد سلسله مراتب هوشمندی و ظهور طبقه نخبه جدید شگفت‌آوری می انجامد. در این صورت افراد مورد ستایش ولی اغلب نالایقی که به طور سنتی باهوش شمرده می شوند جای خود را به افرادی ظاهراً بی تناسب می دهند و چشم‌انداز این امر منتنی را شاد می کرد. افراد باهوش چگونه باید به نظر برسند؟ معمولاً وقتی کتابی را نمی فهمیم آن را بسیار هوشمندانه می پنداریم. از همه اینها گذشته عقاید ژرف را نمی توان به زبان کودکان توضیح داد. با وجود این مرتبط دانستن دشوار بودن و ژرف بودن را می توان جلوه ای از انحراف در سپهر ادبی دانست. انحرافی که در زندگی عاطفی با آن آشنایی داریم. یعنی وقتی که افراد مرموز و مبهم و نه افراد قابل اعتماد و رو راست می توانند از هان ساده دلان را به احترام بادارند. منتنی بدون نگرانی صراحتاً به مشکل خود با کتاب‌های مرموز اقرار می‌کرد. او می‌گفت من نمی‌توانم با آن کتاب‌ها معاشرتی طولانی داشته باشم. من فقط کتاب‌های ساده و لذت بخشی را دوست دارم که علاقه‌ام را ارضا می‌کنند. نمی‌توانم برای چیزی حتی برای یادگیری به مغزم فشار بیاورم. هر قدر می‌خواهد ارزشمند باشد. از بین کتاب‌ها فقط طالب آنهایی هستم که با فراهم کردن اوقات فراغتی شرافتمندانه به من لذت می‌بخشند. اگر در هنگام مطالعه با عبارت‌های دشواری روبرو شوم، هرگز مضطرب نمی‌شوم. پس از یکی دو حمله آنها را رها می‌کنم. اگر کتابی خسته‌ام کند، کتاب دیگری برمی‌دارم. اجرای چنین نقشی از جانب مردی با هزاران جلد کتاب در قفسه‌های کتابخانه‌اش و دارای دانشی دانشنامه‌ای درباره فلسفه یونانی و رومی کاری بی‌معنی یا بازیگوشانه بود. اگر مونتنی دوست داشت خودش را اصیل زاده کند ذهنی معرفی کند که در هنگام مطالعه تفاسیر فلسفی به خواب می رود، این کار او ترفندی هدفدار بود. اشاره های مکرر مونتنی به تنبلی و کند ذهنی خودش راه های حساب شده‌ای برای تصحیح درکی نادرست از هوشمندی و خوب نوشتن بودند. مونتنی تلویحاً می گفت که دشوار یا کسالت بار بودن کتاب‌های علوم انسانی هیچ دلیل موجهی ندارد. حکمت نیازمند واژگان یا دستور زبان تخصصی نیست و مخاطب نیز از خسته شدن سودی نمی برد. در صورت کاربرد دقیق، کسالت می تواند معرف ارزشمندی برای ارزش کتاب‌ها باشد. گرچه کسالت هرگز نمی تواند داور تمام و کمالی باشد، و در شکل‌های بدتر به بی‌تفاوتی و عجول بودن عمدی می‌انجامد، ولی توجه به سطوح کسالت می‌تواند مدارای در غیر این صورت افراطی ما را در برابر اراجیف تعدیل کند. کسانی که در هنگام مطالعه به کسالت خود توجه نمی‌کنند، مثل کسانی که به درد بی‌توجه هستند، ممکن است به طور غیر ضروری در حال افزایش رنج خود باشند. خطرهای کسالت نابجا هرچه باشد، اینکه هرگز به خود اجازه ندهیم از مطالب مطالعاتی خود خسته شویم درست به همان اندازه خطرناک است. هر اثر دشواری ما را مخیر می سازد که از یک سو نویسنده را به دلیل عدم شفافیت نالایق بشمریم و از سوی دیگر خودمان را به دلیل عدم درک مطلب احمق به حساب آوریم. مونتنی ما را تشویق کرد که نویسنده را مقصر بشمریم. سبک نوشتاری فهم ناشدنی به احتمال زیاد بیشتر نتیجه تنبلی است تا هوشمندی. آنچه با آسانی خوانده می شود، به ندرت با آسانی نوشته می شود. یا اینکه چنین نثر دشواری نقابی است بر فقدان محتوا. درک ناپذیر بودن بهترین حامی حرفی برای گفتن نداشتن است. دشواری سکه تقلبی رایجی است که افراد تحصیل کرده به کمک تردستی با آن بر بیهودگی مطالعات خود سرپوش می گذارند. و حماقت بشری مستعد قبول آن به عنوان پول واقعی است.
هیچ دلیلی وجود ندارد که فلاسفه از کلماتی استفاده کنند که در کوچه و بازار نامربوط به نظر می رسد. درست همانطور که در امر لباس نشانه کوته فکری است که به وسیله مد شخصی یا غیر عادی در پی جلب توجه دیگران باشیم، در گفتار نیز همین گونه است. تلاش برای یافتن عبارات جدید و کلمات محجور ناشی از نوعی جاه طلبی معلم معابانه دوران بزرگ سالی است. ای کاش می توانستم فقط از کلماتی استفاده کنم که در لزل پاریس به کار می رود. ولی ساده نویسی شهامت می خواهد، زیرا این خطر را در بر دارد که کسانی که قاطعانه عقیده دارند نثر فهم ناپذیر نشانه هوشمندی است، آن نویسنده را فردی کم هوش بشمارند و مورد بی‌اعتنایی قرار دهند. این سوگیری چنان شدید است که مونتنی نمی دانست اگر سقراط، مردی که به اعتراف اکثر دانش‌پژوهان دانشگاهی مقامی بالاتر از دیگران داشت، در کوچه و بازار فارغ از اعتبار و شهرت مکالمات افلاطون با جامعه سیاهش به این دانش‌پژوهان نزدیک می‌شد و به زبان معمولی با آنها سخن می‌گفت، آیا باز هم او را تحسین می‌کردند یا نه؟ تصویر مکالمات سقراط که دوستانش برای ما به ارث گذاشتند فقط به این دلیل تایید ما را جلب می‌کند که مرعوب تأیید عمومی آنها هستیم. این امر حاصل شناخت خود ما نیست، زیرا این مکالمات از روال‌های متداول ما پیروی نمی‌کنند. اگر امروزه چیزی شبیه آنها آفریده شود، عده معدودی آن را ارجمند خواهند شمرد. ما نمی‌توانیم هیچ گونه لطف و زیبایی را که با حیله‌گری برجسته، پرتمطراق و بزرگ نشده باشد، ارج گذاریم. چون این زیبایی هایی که تحت عنوان معصومیت و سادگی به طور خودجوش به وجود می آیند، به سرعت مورد بی‌اعتنایی بینش و دانش ناپخته ما قرار می گیرند. آیا به باور ما سادگی خویشاوند نزدیک بلاغت و صفتی در خور سرزنش نیست؟ سقراط روح خود را با تکان طبیعی مردم عادی به حرکت در می آورد. دهقان همین طور صحبت می کند. زن همین گونه سخن می گوید. استقراها و قیاسهای او از عادی ترین و شناخته شده ترین فعالیتهای بشری گرفته شدند. هر کسی می تواند حرف سقراط را بفهمد. کلام او از چنان شکل عامی برخوردار است که اگر امروز بیان می شد، ما هرگز اصالت و شکوه مفاهیم اعجاب آور او را تشخیص نمی دادیم. مایی که هر چیزی را که با فضل فروشی متورم نشده باشد، بی ارزش و پیش پا افتاده می شماریم و مایی که هرگز از غنای اثری آگاه نمی شویم مگر وقتی که با تمطراق به رخ ما کشیده شود. مونتنی خواهش می کند که کتابها را جدی بگیریم، حتی وقتی زبان آنها ترسناک نیست و آرای مندرش در آنها شفاف است، و با تعمیم این امر اگر به دلیل ضعف مالی یا فرهنگی و تربیتی لباسهای من ساده است، و دایره لغاتی وسیع تر از دایره لغات دکه‌داری در لزل نداریم، خود را احمق نپنداریم. افراد باهوش چه باید بدانند؟ آنها باید واقعیت‌ها یا فکت‌ها را بشناسند و اگر نشناسند و اگر علاوه بر این آنقدر احمق بوده باشند که این واقعیت‌ها را از کتابی اشتباه یاد گرفته باشند، نباید انتظار هیچ گونه بخششی از طرف دانش‌پژوهان داشته باشند. یعنی همان کسانی که نظر آنها را به طرز مستدلی قاطعانه رد می کنند و با ادب متکبرانه اشاره می کنند که فلان تاریخ اشتباه است یا فلان کلمه به طور اشتباه نقل شده، فلان عبارت نامربوط است و فلان مأخذ مهم فراموش شده است. با وجود این مطابق الگوی مونتنی از هوشمندی، آنچه در کتاب اهمیت دارد سودمندی و تناسب آن با زندگی است. جالب و متناسب یافتن گفتار افلاطون و اپیکور و کمک سریع آنها به ما برای غلبه بر نگرانی ها و تنهایی های خودمان ارزشی بیشتر از بیان دقیق نوشته های افلاطون یا آرای اپیکور دارد. نویسندگان کتاب های علوم انسانی نه نسبت به صحت شبه علمی آثار خود، بلکه نسبت به خوشبختی و تندرستی ما مسئولند. مونتنی نارضایتی خود از مخالفان این عقیده را نشان داد. دانش پژوهانی که دغدغه آنها داوری درباره کتاب هاست، غیر از علم هیچ ارزشی را به رسمیت نمی شناسند.
و هیچ فعالیت فکری غیر از دانش‌پژوهی و فضل‌فروشی را مجاز نمی‌دانند. اسکیپیو را با شخص دیگری اشتباه بگیرید، آن وقت دیگر هیچ چیز با ارزشی برای گفتن ندارید. به نظر آنها ناتوانی در شناخت ارسطو مساوی است با ناتوانی در شناخت خودتان. مونتنی نارضایتی خود از مخالفان این عقیده را چنین نشان داد. مقالات مونتنی سرشار از نقل قول‌های غلط، انتساب‌های نادرست، انحراف غیرمنطقی استدلال و ناتوانی در تعریف حدود است. ولی خود مونتنی از این مسئله ناراحت نبود و می گفت من در خانه در عمق ییلاق می نویسم. جایی که هیچ کس نمی تواند مرا کمک یا کارم را تصحیح کند. و جایی که معمولاً هرگز هیچ یک از معاشرانم حتی معادل لاتین دعای پروردگار ما عیسی مسیح را هم نمی داند تا چه رسد به زبان فرانسه درست. طبیعتاً اشتباهاتی در کتاب وجود داشت. مونتنی با افتخار می گفت من سرشار از آن اشتباهات هستم. ولی تعداد آنها برای محکوم کردن کتاب مقالات او کافی نبود. درست همانطور که صحت این مقالات نمی توانست ارزش آنها را تضمین کند. نگارش چیزی غیر حکیمانه از اشتباه گرفتن اسکیپیو امیلیانوس با اسکیپیو آفریکانوس گناه بزرگتری بود. افراد باهوش از کجا باید عقاید خود را به دست آورند؟ از افرادی که حتی از آنها هم باهوشتر هستند. آنها باید وقت خود را به نقل و تفسیر سخنان مراجع بزرگی اختصاص دهند که رتبه‌های بالاتری در درخت معرفت دارند. باید رساله‌هایی در باب اندیشه اخلاقی افلاطون یا اخلاقیات کیکرو بنویسند. مونتنی به شدت وامدار این عقیده بود. در مقالات تعداد زیادی تفسیر و صدها نقل قول از نویسندگانی وجود دارد که به نظر مونتنی مطالب را دقیق‌تر و عمیق‌تر از او فهمیده بودند. او در این کتاب 128 بار از افلاطون، 149 بار از لوکرتیوس و 130 بار از سنکا نقل قول کرد. این امر وسوسه کننده است که از نویسندگانی نقل قول کنیم که درست همان افکار ما را با شفافیت و صحت روانشناسانه‌ای بیان می کنند که ما نمی توانیم به پایان برسیم. آنها ما را از خودمان بهتر می شناسند. چیزی را که ما مبهم و مخشوش بیان می کنیم با ایجاز و دقت مطرح می کنند. خطکشی ها و حاشیه نویسی های ما در حواشی کتاب های آنها و وامگیری های ما از ایشان نشان می دهد که کجا تکه ای از خودمان را پیدا می کنیم. یکی دو جمله ای که درست از همان خمیره افکار ماست. اگر این اثر در عصر لباس توگا و قربانی کردن حیوانات نوشته شده باشد، این هماهنگی و همخوانی شگفت‌آورتر می شود. ما این کلمات را در کتاب‌های خود نقل می‌کنیم تا نسبت به یادآوری واقعیت خودمان به خودمان ادای احترام کنیم. ولی کتاب‌های بزرگ ممکن است به جای روشن ساختن انتظارات ما و ترغیب ما به کشف خودمان مشکل آفرین شوند. این کتاب‌ها می‌توانند سبب شوند جنبه‌هایی از زندگی خود را که هیچ شاهد و گواه چاپ شده‌ای ندارند فراموش کنیم. آنها می توانند به جای وسعت بخشیدن به افق‌های ما به طرز ناعادلانه‌ای به این افق‌ها محدودمان کنند. مونتنی مردی را می شناخت که به نظر می رسید عشقش به کتاب به بهای زیادی تمام شده است. هرگاه از این آشنای خود می خواهم به من بگوید درباره فلان چیز چه می داند، می خواهد کتابی را به من نشان دهد. تا در لغتنامه‌اش معانی واژه‌های دلمه و باسن را پیدا نکند، جرأت نمی کند به من بگوید که روی باسنش دلمه دارد. اگر می توانستیم برای بیان همه توانایی های خود به کتاب ها اتکا کنیم و اگر کتاب ها تمام دلمه های ما را می شناختند، این بیمیلی به اعتماد به تجربیات فرا کتابی خودمان دردناک نبود. ولی همانطور که مونتنی فهمید، کتاب های بزرگ درباره بسیاری از موضوعات سکوت می کنند. به گونه ای که اگر با آنها اجازه دهیم حدود و ثغور کنجکاوی ما را تعیین کنند، از ارتقای افکار ما جلوگیری خواهند کرد. ملاقاتی در ایتالیا تبلور این موضوع بود. در پیسا مرد محترمی را دیدم که چنان طرفدار ارسطو بود که اساسی ترین آموزش این بود که سنگ محک و معیار سنجش تمام عقاید صحیح و همه حقایق همخوانی با تعالیم ارسطو است.
و خارج از این تعالیم همه چیز واهی و موهوم است. ارسطو همه چیز را دیده و همه کار کرده است. البته ارسطو چیزهای زیادی را دیده و کارهای زیادی کرده است. در بین تمام متفکران دوران باستان شاید ارسطو جامع ترین آنها بوده باشد و آثارش دامنه وسیعی از دانش را در بر می گیرد. در باب کون و فساد، در باب آسمانها، کائنات جو، در باب نفس، اعضای جانوران، حرکات جانوران، سوفستیقا یا رد مغالطات، اخلاق نیکوماخوس و فیزیک و سیاست. ولی همین گستردگی دستاورد ارسطو میراث مشکل آفرینی بر جای گذاشت. نویسندگانی وجود دارند که بسیار هوشمندتر از آن هستند که به درد ما بخورند. آنها بسیار حرف زده اند و به نظر می رسد حرف آخر را زده اند. نبوغ آنها مانع از احساس بی احترامی به آنها می شود. یعنی همان احساسی که برای کار خلاقانه اخلافشان حیاتی است. این نوعی پارادوکس است که ارسطو کسانی را که بیشترین احترام را برایش قائل بودند از عمل به شیوه خودش باز داشته است. تنها دلیل عظمت او تردید درباره بخش عمده‌ای از دانش پیش از خودش بود، نه خودداری از مطالعه افلاطون و هراکلیتوس، بلکه انتقادی شدید از بعضی ضعف‌های آن بر اساس درک قوت‌هایشان. عمل به شیوهی کاملاً ارسطویی، همان چیزی که مونتنی می‌فهمید و مرد پیسایی درک نمی‌کرد، یعنی اینکه در برخی موارد خود را مجاز بدانیم که حتی از موفق‌ترین مراجع به طور هوشمندانه‌ای جدا شویم. با این همه می‌توان درک کرد که چرا ترجیح می‌دهیم به جای اینکه خودمان حرف بزنیم و فکر کنیم، نقل قول بیاوریم و تفسیر بنویسیم. نوشتن تفسیر بر کتاب نویسنده دیگر هرچند از نظر فنی کار دشواری است و به ساعت‌ها تحقیق و تفسیر نیاز دارد، از حملات ناعادلانه‌ای که ممکن است نصیب آثار اصیل شود در امان است. میتوان از مفسران به دلیل قصور آنها در رعایت انصاف در حق آرای متفکران بزرگ انتقاد کرد، ولی نمیتوان آنها را مسئول آن آرا شمرد. به همین دلیل بود که مونتنی آن همه نقل قول و عبارتهای تفسیری در کتاب مقالات گنجانید. گاهی اوقات از دیگران میخواهم چیزی را بگویند که خودم نمیتوانم به علت نارسایی کلام آن را به این خوبی بیان کنم، و گاهی به دلیل ضعف قوه عقلانیم، و گاهی برای مهار جسورانه انتقادات عجولانه‌ای که به تمام آثار، به ویژه آثار متأخر نویسندگان زنده حمله می کنند. من مجبورم ضعف‌های خودم را در زیر آن شهرت‌های زیاد پنهان کنم. شگفت‌آور است که چند قرن پس از مرگ بسیار بیشتر جدی گرفته می شویم. هر جمله‌ای که از قلم پر نویسندگان دوران باستان تراویده باشد مقبول است. ولی اگر نویسندگان معاصر همان جملات را بیان کنند، مورد تمسخر قرار می گیرند. منتقدان نمی خواهند در برابر آرای صائب‌تر هم دانشکده‌های سابق خود تسلیم شوند. به این افراد اجازه نخواهند داد که مانند فیلسوفان دوران باستان سخن بگویند. سنکا می گوید هیچ انسانی از پرداخت جریمه تولد خود خلاص نشده است. ولی کسی که در اعصار بعدی با چنین احساسی روبرو شود حق ندارد چنین حرفی بزند، مگر اینکه به شدت میل داشته باشد که تحقیر شود. مونتنی چنین نبود و پس از اینکه در سایه فیلسوفان دوران باستان پناه گرفت، در انتهای کتاب مقالات با آسیب پذیری و ضعف این کتاب اعتراف کرد و گفت اگر آنقدر اعتماد به نفس داشتم که کاری را انجام می دادم که واقعا می خواستم، می گفتم هرچه بادا باد و کاملا تنها صحبت می کردم. اگر مونتنی اعتماد به نفس نداشت و این علت بود که کسی که از نظر زمانی و مکانی به او نزدیکتر بود، کمتر احتمال داشت افکارش را به اندازه سنکا و افلاطون معتبر بداند. به نظر گاسکونی ها خنده‌دار است که ببینند کتابم چاپ شده است. هرچه کسانی که مرا می شناسند از خانه دورتر باشند، به همان اندازه در نظرشان ارزشمند تر خواهم بود.
خانواده و خدمتکارانش، یعنی کسانی که صدای خر و پف او را می شنیدند یا ملافه ها را عوض می کردند، هیچ یک احترامی را که در پاریس برای مونتنی قائل بودند به رسمیت نمی شناختند. تا چه رسد به احترام زیادی که دیگران پس از مرگش برای او قائل شدند. مونتنی می گفت انسان می تواند مایه شگفتی جهان باشد، ولی زنش و خدمتکارانش هیچ چیز قابل ملاحظه‌ای در او نبینند. معدودی از انسان‌ها مایه شگفتی خانواده خود بودند. می توانیم به این مسئله از دو زاویه نگاه کنیم. اینکه هیچ کسی واقعاً شگفت‌آور نیست، ولی فقط خانواده و خدمتکارانش آنقدر به او نزدیک هستند که این واقعیت ناامید کننده را تشخیص می دهند. یا اینکه بسیاری از مردم جالب و شگفت‌آور هستند، ولی اگر از نظر زمانی و مکانی خیلی به ما نزدیک باشند، به احتمال زیاد آنها را چندان جدی نمی گیریم، زیرا علیه آنچه حاضر و آماده است، سوگیری عجیبی داریم. مونتنی به حال خود تأسف نمی خورد. برعکس، به نظر او، انتقاد از آثار جاه طلبانه تر معاصر نشانه گرایش زیانبار به این عقیده بود که حقیقت باید همواره از ما دور باشد، یعنی در جایی دیگر، در کتابخانه باستانی، در کتابهای کسانی که مدتهای قبل زندگی می کردند. مسئله این است که آیا فقط معدودی از نوابغی که در فاصله بنای پارتنون و سقوط روم می زیستند به چیزهای واقعا ارزشمند دسترسی داشتند، یا اینکه همانطور که مونتنی با شهامت می گفت من و شما هم می توانیم به آن چیزها دسترسی داشته باشیم. مونتنی به یک منبع حکمت بسیار عجیب و غریب پی برده بود. عجیب و غریب تر از خوک دریانورد مورد نظر پرهون یا سرخپوست توپیایی یا کشاورز گاسکونی. خواننده مونتنی تلویحاً میگوید که اگر ما به تجربیات خود درست توجه کنیم و یاد بگیریم که خود را نامزدهای مناسبی برای زندگی عقلانی بدانیم، همگی می توانیم بینش‌هایی پیدا کنیم که به اندازه بینش‌های موجود در کتاب‌های بزرگ باستانی ژرف است. قبول این فکر آسان نیست. ما یاد گرفته‌ایم فضیلت را حاصل اطاعت از کتاب‌های نویسندگان بزرگ بدانیم، در حالی که باید مجلداتی را بررسی کنیم که روزانه به وسیله سازوکارهای ادراکی درون خودمان به رشته تحریر در می‌آیند. مونتنی سعی کرد ما را به خودمان بازگرداند و گفت می‌دانیم چگونه بگوییم کیکرو این را گفته. این به نظر افلاطون اخلاقی است. اینها دقیقاً همان کلمات ارسطو هستند. ولی خودمان چه چیزی برای گفتن داریم؟ ارزشیابی‌ها و داوری‌های خودمان چیست؟ ما در چه کاری هستیم؟ توتی هم می‌تواند به خوبی ما صحبت کند. اگر بخواهیم دانش‌پژوهانه سخن بگوییم، نمی‌توانیم نگارش تفسیر را توتی‌وار صحبت کردن بدانیم. می‌توان با استدلال‌های زیادی نشان داد که نوشتن شرح و تفسیر درباره اندیشه اخلاقی افلاطون یا اخلاقیات کیکرو کاری با ارزش است، ولی مونتنی بر ملال‌آور و بزدلانه بودن این کار تأکید می‌کرد. در آثار دست دوم مهارت کمی وجود دارد، چون رجحان سخن آفرینی بر نقل قول وصف ناپذیر است. دشواری نگارش تفسیر فنی است و این کار به صبر و تحمل و کتابخانه آرام نیاز دارد. افزون بر این، بسیاری از کتابهایی که سنت دانش پژوهی ما را به تقلید توتیوار از آنها تشویق می کند فی نفس جذاب نیستند. این کتاب ها به این دلیل در مرکز برنامه درسی قرار گرفتند که آثار نویسندگان معتبری هستند، در حالی که بسیاری از مضامینی که در برنامه درسی گنجانده نمی شوند به همان اندازه یا بسیار بیشتر معتبرند. و علت حذف این مضامین از برنامه های درسی این است که هیچ مرجع فکری بزرگی با آنها نپرداخته است. مدت هاست که رابطه هنر و واقعیت موضوع فلسفی مهمی شمرده می شود. یکی از دلایل این امر آن است که اولین بار افلاطون به این مسئله پرداخته است. ولی کسی رابطه کمرویی و ظاهر افراد را مهم نمی داند
و یکی از دلایل این امر آن است که هیچ یک از فیلسوفان دوران باستان به این مسئله توجه نکردند. با توجه به این احترام غیر طبیعی که برای سنت قائل هستیم، مونتنی تصور می کرد خوب است به خوانندگانش اقرار کند که در واقع به نظر او آثار افلاطون ممکن است کوته فکرانه و کسالت آور باشد. مونتنی می گوید آیا عصر ما حرمت شکنی گستاخانه مرا می بخشد که فکر می کنم مکالمات افلاطون به زور و لنگان لنگان و به شیوهی طاقت فرسا به موضوع خود می پردازد و اینکه افسوس می خورم چرا مردی که آن همه چیزهای بهتر برای گفتن داشته وقت خود را برای مباحثه های تمهیدی بیفایده طولانی تلف کرده است. روبرو شدن با این فکر مونتنی مایه آرامش خاطر است. اینکه نویسنده‌ای معتبر به سوءزن‌های ناگفته و بر زبان نیامده نسبت به نویسنده معتبر دیگری اعتبار می‌بخشد. مونتنی در مورد کیکرو حتی نیازی به عذرخواهی پیش از حمله ندید و گفت عبارت‌های مقدماتی او، تعاریف او، تقسیمات فرعی او و ریشه‌شناسی‌های او اکثر کارش را می بلند. اگر ساعتی را صرف خواندن آثار او کنم که همین یک ساعت هم برای من بسیار زیاد است و بعد ببینم چه جوهر و مایه‌ای از او بیرون کشیدم، اکثر اوقات جز باد هوا چیزی نمی یابم. به نظر مونتنی اگر دانش پژوهان این همه به آثار کلاسیک توجه کردند، این کار ناشی از این میل متکبرانه بوده که می‌خواستند دیگران تصور کنند که آنها هم به دلیل ارتباط با این اسامی معتبر هوشمند هستند. نتیجه چنین کاری برای عموم کتابخوانان چیزی نبوده غیر از کوهی از کتاب‌های بسیار غیر حکیمانه و به شدت فسق فروشانه. مونتنی می‌گوید بیش از هر موضوع دیگری درباره کتاب‌ها کتاب وجود دارد. تنها کاری که انجام می‌دهیم حاشیه‌نویسی بر یکدیگر است. تنها چیزی که وجود دارد انبوهی از تفاسیر است. ما با کمبود نویسندگان اصیل روبرو هستیم. ولی مونتنی تأکید می‌کند که در هر زندگی می‌توان آرای جالبی یافت. داستان‌های زندگی ما هر قدر پیش پا افتاده باشد باز هم از مطالعه زندگی خودمان بینش‌های ژرف‌تری به دست می‌آوریم تا از مطالعه همه کتاب‌های قدیمی. او می‌گوید اگر دانش‌پژوه خوبی بودم به اندازه کافی چیزهایی در تجربه شخصیم پیدا می‌کردم که مرا حکیم سازد. هر که آخرین عصبانیتش را به یاد آورد زشتی این هیجان را بهتر از ارسطو در می‌یابد. هر که بیماری‌های خود را به خاطر آورد، همان بیماری‌هایی که او را به خطر انداختند و همان وقایع پیش پا افتاده‌ای که او را از حالتی به حالت دیگر انداختند، خود را برای وقایع غیر مترقبه بعدی و بررسی حالت خود آماده می‌سازد. حتی زندگی سزار هم کمتر از زندگی خودمان در خور تقلید است. زندگی خواه شاهانه و خواه کارگر معابانه همواره متأثر از هر چیزی است که ممکن است برای انسان اتفاق بیفتد. فقط فرهنگ دانش پژوهانه هراس‌آوری ما را مجبور می کند جور دیگری فکر کنیم. ما، هر یک از ما، غنی‌تر از آن چیزی هستیم که تصور می کنیم. همه ما می توانیم به آرای حکیمانه دست یابیم، مشروط به اینکه خود را به دلیل 2000 سال نبودن، بی علاقگی به مکالمات افلاطون و علاقه به زندگی آرام در ییلاق برای این منظور نامناسب و نالایق ندانیم. شما می توانید کل فلسفه اخلاق را درست به اندازه زندگی خصوصی غنی تر به زندگی خصوصی معمولی پیوند دهید. شاید به خاطر فهماندن همین مطلب به ما بود که مونتنی آن همه اطلاعات دقیق درباره معمولی و خصوصی بودن زندگی خودش بیان کرد، چرا که می‌خواست به ما بگوید که سیب دوست ندارد. من به هیچ میوه‌ای غیر از خربزه علاقه چندانی ندارم. که رابطه پیچیده‌ای با تربچه دارد. ابتدا دریافتم که مزاق من با تربچه سازگار است،
بعد عکس این مطلب را دریافتم. حالا دوباره تربچه با مزاق من سازگار است. که پیشرفته ترین روش بهداشت دندان را به کار می بندد. دندانهایم همواره کاملا سالم بودند. از دوران طفولیت یاد گرفتم که آنها را با دستمال سفره‌ام بمالم، هم پس از بیدار شدن از خواب و هم قبل و بعد از غذا، که خیلی سریع غذا می‌خورد. به علت عجله ام اغلب زبانم و گاه و بیگاه انگشت هایم را گاز می‌گیرم، که از تمیز کردن دهانش لذت می‌برد. می‌توانم به اندازه کافی به راحتی بدون وجود رومیزی غذا بخورم، ولی بدون دستمال سفره‌ای تمیز غذا خوردن را بسیار ناراحت کننده می‌یابم. افسوس می‌خورم که آداب و رسومی را که پادشاهان ما آغاز کردند ادامه نداده ایم. یعنی آداب و رسوم تعویض دستمال سفره‌ها مثل بشقاب‌ها با هر وعده غذا. شاید این مسائل پیش پا افتاده باشند، ولی به طور نمادین یادآوری می کنند که یک من متفکر پشت کتابش وجود دارد و اینکه این فلسفه اخلاق از شخصی معمولی صادر شده که به میوه علاقه ای ندارد و بنابراین دوباره ممکن است این فلسفه از دیگر اشخاص معمولی هم صادر شود. اگر به طور ظاهری هیچ گونه شباهتی به متفکران گذشته نداریم، نباید مایوس شویم. در تصویری که مونتنی دوباره از انسان نیمه عقلانی لایق ترسیم کرده، میتوان یونانی بلد نبود، نفخ کرد، پس از غذا تغییر فکر داد، از کتابها خسته شد، هیچ یک از فیلسوفان دوران باستان را نشناخت و اسکیپیوها را هم با هم اشتباه گرفت. همین که زندگی معمولی با فضیلتی در طلب حکمت، ولی هرگز نه چندان دور از حماقت داشته باشیم، دستاوردی کافی است.